نه مارا درست یه روز من سر حالم نمیذاره آقا جان بله <applause> <applause> گفتن <applause> کاپیتان میخواد بشه اصلا این خنده دار نیست ما به نظر من <تصفيق> <تصفيق> چرا سود با سوچک چه مشکلی داره لوپتگی اون بعید میدونم بهش بازی بده این حرف هم گفتش آقای ایزدی بله بله بله. بله. ازشون قبضی که شما بیان فرسی عملی دیگه جایی برای سوچک نیست واسه خیلی احتمالاً داره. ترکیب کاپیتانی میتونه باشه که در ترکیب اصلی نیست یعنی کاپیتان شما رو اول باشه ولی بیرون بشه من فکر میکردم بازی بهش نرسه چون اون بالا بازی میکنه خب بازی کنه ولی من به شما قول میدم با توجه به عشق و علاقه ای که لوپتگی به مکس کیلمن داره و برش آشه ژانویه مکس کیلمن کاپیتان سلام من دانیال زدی هستم و من آرش حقیقی و شما شنونده ای پادکست اف سی 360 هستید چهار تا ابر قهرمان مورد علاقت اگر انتخاب بخوای بکنی کیان کلا قرمزی اول پسر خاله یه همه از یه یونیورس نگو عقلن. گیگیلی نه اینا واریانت هاشون یعنی ها. یعنی نسخه های از اوالم موازی خب یعنی لزوما اون کلا قرمزی که من میگم کلا قرمزی که شما میشناسی نیستش آره آره حتما گیگیلی بود سومی گیگیلی گیگیلی دوست دوست نامرئی کلا قرمزی بود دوست نام شد که دوست کلا قرمزی من داشتم نگران میشود البته میگم این گیگیلی که من انتخاب کردم در این یونیورس و در این عالم وجود داره یعنی به صورت فیزیکی میتونیم ببینیمش بعد توی این یکی عالمی که شما کلا قرمزی رو میشناسید هر وقت یه خرابکاری می‌کرد مینداخت سر گیگیلی دوست مجازیشه آره اوکی ولی گیگیلی وجود نداشت بعد نفر چهارمتون که اه... یکی از حجیرو یکی از هجیر من برای شنوندگان عزیز میگم که میخواستیم از اینجا یک پلی بزنیم به نمایش درخشان چهار تا اول قهرمان رالماری که آرش حقیقی و تمام توان نابود کرد کاری که من با پولت کردم کاری بودش که کلینتیس فود و ایلای والاک با اون پولت توی خوب بزش کردم دینامیت ها رو همینجوری <تصفيق> <تصفيق> حتی با پل کار دیگه ای شما کردی ولی حالا قبول میکنیم ازت قهرمان سوپرکاپ اروپا برای شومین بار رال مادرید اولین بازی کلیان امباپه در پیراهن رال مادرید که با گلزنی همراه بود نمایشی که شاید خیلی دلچسب نبود اما حال یه شب رویایی برای امباپه و اولین بازی اولین گل و اولین قهرمانی زاوی ورودی تو خوشم نیومد واقعا از امباپه نبرد خیلی مخاطب پسند آتالونتاره. ورود کردم اون زرد یه آره دیگه دارم میگم بله هر چیزی که مخاطب پسنده زرد نیست <applause> این جاش جا اینجا نیست همچین من امروز خیلی سر حالم یعنی اصلا با اینکه بازی دیشب خیلی بهم نچسبیده ولی چون شاد... میدونم خیلی داری بال بال میزنی که ازت بپرسم چرا نمیپرسم نه, نه،, نه، نمیخواد بپرسی چون نمیتونم تو بدم میشه اپیزود از اول شروع بکنیم چون به شدت حالت تاتر ابسردی پیدا ام. کرده این من ارتباط پیدا میکنه با موسیقی که داشتم گوش میکردم خا... اومدم برای همین نمیتونیم در مورد صحبت کنیم اوکی استورمزی که گوش نمیده دیگه نه یه قطعه گوش میکردم که اسم قطعه رو میتونم بگم اسم قطعه از شورید سر همین کافیه دیگه بفرمایید من باید برم چک بکنم ببینم بعد اگر <تصح> مورد نداشته باشه سانسورت <تصح> کنم همینجا رئال مادرید بره بره. امباپه قهرمانی اوکی اگه میخوای از اینجا شروع بریم ببین اوکی اولین بازی رسمی کلیان برای مادرید و خب اون گمان زنی هایی که همیشه میکردیم از قبل که کجا و کنار چه بازیکنهایی در ترکیب ابتدایی قرار میگیره فعلا یک جواب ابتدایی براش پیدا شد چون دیدیم دیگه من داشت پست شماره نه بازی میکرد و خب دوورش هم وینی و رودریگو, رودریگو. یعنی نمیخوام بگم اون قطعا ربطی نداره ولی انگار برگشتیم به دو سال قبل یعنی وقتی که مادرید یک شماره نه درجه یک داشت مثل بنزما ما بله. و این دوتا خرگوش های برزیل رو دستش بازیم کردن مصدومیت کامابینگا من نمیدونم چه تاثیری گذاشت روی آرایش ابتدایی کارلتو ایده چی بود ولی ام. به هر حال حالا ببین فقط توی پرانتز بگم واقعا هم همه تیمای بزرگ دارن با این تلخ در این اتفاق و از دست و پنجه نرم میکنن مسئولیت بازی های بازی کنه کلیدی یعنی از لنیوروی ما شروع شد بله. اوسکار اسکار باب اسکار باب خیلی فکر کنم زمان زیادی بیرون باشه جدی میگم چون اعلام نمیکنن میدونی و معمولا ببین هویلون سریع گفتن به آره آره حویلون... ببین بعید نیست اصلا فصل رو از دست بده بین سه تا پنج ماه پیش بینی هاست دیگر. اوکی تازه ببین میگم واقعا من ابراز همدردی میکنم در معدود دفعاتی که من با هوادار سیتی خودم رو در یک جبهه میبینم و باشون همدردی دارم و نه تنها سمپاتی دارم بلکه امپاتی هم دارم به خاطر اینکه میگم بدترین اتفاق یعنی دقیقا اون مهره ای که تو میگی این فصل فصل اونه بعد این مسئولیت ها مسئولیت که وقتی تازه اوکی اون پنج ماهی که میگن وقتی یه که شما دیگه بتونی به تمرینات برگردی خدا میدونی چقدر طول بکشه تو دو دوباره شرایط بازی رو پیدا بکنی بنابراین این فرق خواستم این رو بگم ولی کاماوینگا کمتره یعنی فکر میکنم گفتن که تا تا اول اکتبر اینا میرسه می خیلی نمیگن دیگه ولی خب مادرید اعلام کردش که حداقل 6 هفته ای ابتدایی رو از دست خواهد اوکی باز 6 هفته قابل تحمل بعد برای مادرید خیلی فرق داره میدونی یعنی تو کاماوینگا رو از اون تیم بگیری این بازی دیدی دیگه آچار فرانسه است دیگه چند تا پست رو میتونه همزمان آره ولی دقیقاً به خاطر اینکه آچار فرانسه هست جای خالی شاید در یک مقطع کوتاه اونقدی احساس نشه میدونی چی میگم به حال منظور اینه که حالا ترکیب کارلوتازا چه استفاده کرده بود اون چیزی بود که خب پیش بینی می کردیم حالا شاید وقتی کاوینگا برگرده نمیدونم مثلا کاوینگا به جای شوامنی توی بازی بشه یا کاموگا حتی تا دفاع چپ بازی کنه حالا هر چیزی ولی نکته مهم از منظر مادرید این بودش که ایده کلی فکر می کنم به دست اومد یعنی به خصوص سر گل اول حالا جدا از اینکه در شبی بودش که باز هم ستاره های مادرید با اون کیفیات انفرادی خودشون گره کور رو باز کردن چون حقیقت ماجرا خود کارلتو هم اعتراف کرد یعنی دقیقا از حالا من ترجمه انگلیسی شو می‌خونم به چه زبانی مصاحبه بود که دقیقا از همون واژه سافربال جاوی استفاده امه. کرد یعنی واقعا پدر ما رو در بردن یک ساعت اول آره از منظر آتالانتا حتما صحبت بکنیم چون منظر آره. فوق العاده بود نه نه حتما همون یک, ساعت اول دیگه. یعنی دلیلش هم مشخصه دیگه وقتی اون فشار یه ذره تنزل پی... کاهش پیدا میکنه اون وقتی که خود جملات خود میگم خیلی وقتا بهترین نوع اصلا نمیگم آنالیز اصلا وارد مبحث نمیشم ولی ریویو کردن یه بازی فوتبال اینه که ارجو بدی به توضیحاتی که مربی بعدش دادن و اینکه کالتو همینو گفت گفت بعد از اینکه اون فشار یک ساعت اول یه ذره کاهش پیدا کرد ما تونستیم که حالا از کیفیت انفرادی بازی استفاده بکنیم و دقیقا جمله پپ گواردیولا رو تکرار کرد که بازی مقابل آتالانتا مثل اینه که نشستی روی صندلی یه دندون پزشک روت کانال کدومش از هم بیشتر و خوشبختانه تا حالا هیچ کاری توی دندونم انجام نشده همش هم سالمه مسواک چه فخری فروختی مسواک و سیب مسواک و سیب مسواک و سیب نخ دندان به هیچ وجه به هیچ نخ دندان تنها کاری که میکنه اینه که لثه رو ریولش کن برگردیم نخ دندان مهمه برادر من ول آقا نخ دندان چیش مهمه کجاش مهمه شما با سیب بین دندون ها رو پاک میکنی با مسواک دانیال با مسواک با مسواک دسترسی نداری به همه فاصله های بین دندون خب اون چیز شما, دندون... شما چون دندون, بزش نمیری در جریان این جزئیات نه ببین دندون تو بیریخته بیریخ منظورم اینه که یعنی گفتی دیگه الان دیگه ب... استاتیک نبود زیبایی شناسی منظورم آها. ریختش جوریه ساختارش جوریه که وقتی چیزی گیر میکنه حتما با خلال که ان استفاده نمیکنی خلال که دیگه نه چون خلال خودکشیه میدونی خلال, خلال حکمی داره که شاتگان بذاری خلال مال اون موقع است که مثلا میدونی کرت میگن که با خلال مثلا اینکه ها خلال رو گذاشت برگردیم به آتالانتا آتالانتا گاسپرینی گاسپرینی چی داشتم آها آره آره یعنی دقیقاً تصویری که تو داری اینه که Uh, هر وقت من این جمله رو میشنوم چون بار چندوم چندومیه که تکرار شده دقیقا فیلم ماراتون من امن امنه امنه سر لارنس بالای سر uh, کی کامل یادم رفت هر کی آره رینمن الان میتونم اسم همه فیلماشو بگم ولی داستین آفمن, داستین آفمن. تشکر میکنم آره یعنی قشنگ همون حالته حالت شکنجه داره مونتا خب مسئله اینجاست که میگم دیگه وقتی که شما اون گل اول و آتالانتا میخوره و دیگه یه هم به لحاظ شاید روحی روانی ذره خالی میکنن خاطر اینکه حقیقت ماجرا اینه که آتالانتا میتونست این بازی رو در یک سناریویی ببره و اگر اون ضربه سر ماریو پاساویچ اول بازی گل میشه کورتوآ سیف کرد کورتوآ سیف کرد و بازم نشون داد واقعا مهاره واقعا حیرت انگیزه به خاطر و... اینکه کرتوها حیرت, انگیز حیرت انگیزه به خاطر اینکه کورتوآ حیرت انگیزه با این بازی با پا رو کاری ندارم خب بازی با پا قطعا کرتوها جزو الیت ها نیستش نه اینکه بعد باشه حالا نمیگم دای ولی به هر حال از اون رافائل پالادینو چی فکر کرد دخاق با با, با, با با پاش خون ولی یه بحث دیگه. ولی اونجوری که توپو مهار کرد با دست مخالف واقعا در جایگاه اون کیفیت سنتی گلری که شات استاپینگ شات اینا واقعا میشه گفت بهترینه دیگه حالا به حال یعنی اگه اون توپ گل میشد خیلی معادلات بازی تغییر میکرد ولی حقیقت ماجرا اینه که حالا من میخوام من از منظر آتالانتا الان حرف بزنم ولی اوکی برگردیم به مادرید ببین اتفاقی که به نظر من در ادامه فصل میفته اینه که تو میدیدی حالا هنوز زوده چون اینا چقدر مگه اصلا با هم تمرین کردن چقدر مگه بازی کردن ولی تو در الگوهایی که گاهی اجرا می شد مم. حالا به صورت کامل شاید نتیجه نمیداد توی این بازی ولی میدیدی که بین جود برینگام بین وینی و بین کیلیان امباپه یه ارتباطی داره برقرار میشه یعنی همدیگر رو پس نزدن در اون نگاه اول دارن همدیگر رو جذب میکنن و اگر که تو مثلا تصور بکنی که حالا فلامندی شده اونقدی فول بک هجومی نباشه ولی مثلا برای همین تو ذهنم کاماوینگا بودش اگه مثلا اونجا کاماوینگا بازی بکنه یا این فصل که اتفاق نمیفته ولی آلفونسو دیویس دیگه از فصل آینده این اوبرلودی که سمت چپ مادرید میشه واقعا ویرانگره یعنی کافی این بازیکن ها همدیگر رو پیدا کنن اون هارمونی اون شیمیه بینشون تو نیمه اول به خصوص یکی دو صحنه بود که اوکی و اتفاقی که میفته خاصیتش چیه خاصیتش اینه که طبیعتا شما یه برکه داری خب اون خالی میشه دیگه <applause> بنابراین گلی که اصلا فدوال ورده میزنه یا ببین میخوام بگم که حضور کیلیان امباپه توی این فصل به شکل غیر مستقیمی میتونه تعداد گلای والورده و به خصوص رودریگو رو بالا ببره ببین چیزی که در مورد سمت چپ میگی مندی همون قدری که تو امور تهاجمی شاد ضعف تو امور دفاعی خوبه آره آره قبول دارم یعنی واقعا تو امور دفاعی آره مثلا اگه آره. سعد باشه اونور صفره یه همچین حالتی داره اصلا انگار که میترسه توی امور تهاجم شرکت بکنه تو اگه مثلا نصف آره. آره. مادری ده دیگه یه خیلی آره. بهتر از فن بیساکاس ولی اوکی. نه اتفاقا به نظرم فن <تصفح> بیساکا تو یک به یک همه دفاعهای ب... مندی هم واقعا تو امور دفاعی خوبه ده. تو همین آه بازی, آه بازی خوبه یه تکل خیلی درخشان داشت که اصلا یه گل شاد خرید من میخوام این اصلا گزارای ابرقهرمانی رو برای این مطرح کردم که تو انگار که با یه جاستس لیگی یه اونجرز یه سویساد اسکوادی روبرو شدی دیسی لطفا چون مادریده دیسی به مارول کاری نداشته باشه اه؟ اه. <تصفح> انگاه, با انگاه با یه همچین ترکیبی طرفی که تو هر بازی و هر گرهی که جریان بازی بخوره یکی از این عبر قهرمان ها با اون توانایی که داره میتونه اون گرهی بازی رو برات باز بکنه و ما داریم در مورد اولین بازی رسمی کلیان امباپه به عنوان حالا لیدر اون گروه قهرمانان داریم صحبت میکنیم خب ببین نکتهش همینه مسئله اینه که میگم این ارتباط در اون خانواده که فعلا همه چی خوبه و واکنشی هم که داشتن بعد از گل امباپه حالا امباپه اون خوشحالی زیر بغل آره دستشون رو آره. میزنه زیر بغلش و اینا وینی و رودریگو اومدن کنارش نه منظور نیست که ادعاشو داره بردن به معنای بعد ام. همراهیش کردن یعنی اتحران. چیزی شبیه به ببتو مازینیو و رومانیو خراب نکن دانیال چرا؟ اون, اون زیباترین آقا این ارشاره آخه اصلا قابل مقایسه نیست کل جهان نیستن. فوتباله که من یادم از سال 1990 به این سو سازی برای کسی که اون لحظه رو ندیده سعی کردن اون کار رو آقا, آقا داخل میگی شبیه اون شبیه نیست باید. شبیه نیست اه... باشه قبول آكی. میکنم نه نه جدی میگم اینا مقدسات دست به اینا نزن لطفا اینا اینو بازی با هلند گابریل باتیستوتا سوتا از گلی که به ها باز با؟ بازی با هلند برزیل و هلند جام جهانی 94 طبیعتا اه... فکر کنم پیراهن آبی رنگ بود بله بله آره آره حالا اگه هلند بوده آبی بوده جلو هلند <applause> نمیشه دیگه نارنجی زرد نمیشه دیگه چون جلو سوید فکر کنم آبی حالا میبینیم آخر حالا بله خراب کردیم همه رو در زمین مازینیو دوستان پدر تییاگوال کانترا و رافینیا بازیکنان اسبق بارسا اون رافینیا نه این رافینیا و اون یکی رافینیا رافینیا اورجینال میتونیم بهش کدومشون بگیم نمیتونیم بگیم چرا دیگه رافینیا برادر چی برادر تیاغو اول از همه مطرح شد دیگه اونم جزو اون استعدادهای جز خیلی ویژه لاماسیا بود من پاش شکست تو دوستان اون یه مسئولیت خیلی جدی شد. داشتش که آره دیگه کم کم از سطح آه. اول دور شد دیگه آه. و جالب اینه که پدرش هم مسئولیت هایی ژنتیکه خودت بر... که عملا دیگه این اواخر به خاطر مصونیت دیگه بر... خود ژن و ژن کچلی و اینا خیلی ژن بدیه <تصفح> که آدم منتقل بکنه به <تصفح> برگردیم مادرید بر... عوضش دندونام هم همشون <تصفح> سالمه به هر حال به حال بگی در آدم یا از مو <تصفح> شانس میاره یا از دندون نه اون دری که بسته میشه به گشاید در دیگریه دیگه حالا به هر حال ولی فکر نمی کنم تو بدن آدم به لحاظ ژنتیکی ممانعتی داشته باشه که از هر دو شانس بیاری یعنی یه گزاره غلطیه فکر نمیدونم حالا اینا باید با ژن خوب که منتقل نمیشه آه. میدونی چرا دادی که همیشه بعداش منتقل نمیشه. چون نو... من میشه چون نوه الیسو ببین من دخترش رو یادم نوه الویس و... تو نوه الیسو چجوری پیگیری الان کجاست نوه الویس بازیگر خیلی معروفیه بله من بره. نمیدونستم بره شما چک بکنید من دخترشون لیزا ماری رو یادمه که شباهت خیلی زیادی پدر داشتن و فکر می‌کنم فوت کردن چند وقت پیش آه، اونم نه آه، ببین ببین همینجوری هم, هم دیگه رو کامل می‌کنه ببین الان اطلاعات خانوادگی پریزلی رو دلسته. از اون راه را 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 مادی مثلا شالوت گنزبورگ رو اگه نگاه بکنی خیلی آه. رفتی نداره به پدر مادرش ربط داره ببین معمولا اینجوری که کیارا کیارا ماستوریانی یعنی اون باید دیگه بیشترین ژن رو بهره می‌برد دیگه ولی خیلی حالا به ولی بودن پدرهایی که فوتبالیست خوبی نبودن پسرهاشون فوتبالیست بهتری بودن و بالعکس بالعکس که خیلی زیاد بوده پاتریک لایورت و پسرش آها وقت... پا آه. پسر ببین شما اغلب اینطوریه پسر غالبا این این لایورت باشی بعد مثلا قدت باشه یکو نمیدونم چند مثلا پدر آسمان خراش آره به کیفی که بزرگترین نمونهش جوردی کرایوفه دیگه شما پسر یوان کرایوف باشی و کیفیت فوتبال در اون باشه آره اون مهمترین اون اصلا اون چیزشه اون و اسم پدر شاید حتی باعث شدش که تو باشگاه بزرگ کجا داری؟ ول آقا ولش کن رال مادریت شونه خاکی زدیم بعد چون اینا رو باید همه رو کنیم. کنیم در جریان که هست اینو یاد بفرمایید اصلا یادم مادرید خب کجا بودیم مادرید داشتی میگفتی که جابجایی وینی و اینا آه، آه، را را. همین. همین نه نه نه, نه،, نه. اوکی اوکی میخواستم بگم که الان اون شیمیه اتفاق افتاده ما در کوتاه مدت خیلی ساده تر شما با یکی دوست بشی تا اون دوستی و اون محبت و همد... همد... همدلی رو در بلند مدت ادامه بدی قالب روابط در همین جوری که زمان پیش میره به بر... سمت سردی و جدایی دیگه روش آدم تجربه شخصی هم من تو به هر منظور اینجاست که اینو همه حسبه منظور اینجاست که اگر هارمونی اتفاق بیفته نه اگر هارمونی اتفاق بیفته و خب اگر تو امروز من فقط میخوام از اگرها حرف بزنم که اینطور شد بله. فقط از اگرها دلیل شد بخش دوم دو برنامه مهداد که اومد متوجه میشیم فقط میخوام از اگرها حرف بزنم اگرها اگر 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 چون نمیخوام به دردسر بیفتم همین الان فکر کنم خودم کلی دوچر دردسر کردم با پرت و پر گفتم گفتم مسئله اینجاست که تو به کارلتو بیشترین ایمان و باور رو داری که بتونه از یه سری بچه یه تیم بسازه و اون حسه اصلا نمیگم حتی هم تیمی بلکه اون حسی تا یه حدی برادری رو بینشون ایجاد بکنه کما اینکه ثابت کرده دیگه با همین اسکواد قبل از امباپش ولی خب از اون جایی که کلین امباپه به حال یه ایگویی داره که اندازه حجم اندازه کره زمین واقعا باید اولا درون خودش به این باور برسه که آقا من دیگه تک ستاره این کهکشان نیستم خب من بخشی از کهکشانی هایم از دو منظر هم از منظر منظر این که چطور روی صحنه خودش رو نشون بده و بازی بقیه رو نقاپه اونجوری که توی پی کار کردش بود که حتی نیمار و لیونل مسی هم زیر سایش میرفتن و از یه منظر دیگه صرفا فنی به درون زمینه ببین امباپه میگم توی پی جی شاید دیگه حالا نیمار و مسی هم که رفتن دیگه مجبور بود که همه کار رو همه فعالیت همه بار رو, روی دوش خودش بگیره و پیش بره اینجا دیگه لزومی نداره یعنی شاید کم شدن وظیفه‌اش حتی بتونه بهش کمک بکنه که انرژیشو بیشتر ذخیره بکنه و اصلا شاید ایده این باشه که کارلتو واقعا ازش بخواد که اوکی تو نیازی نیستش که حتی تا, تا یه بخش زیادی بار دفاعی رو هم وظایف دفاعی تو هم به عهده بگیری مثالی بزنم به این که داری میگی کریستیانوی که از از یونایتد ملحق شد به مادرید یه چیزی کریستیانوی آره که توی یونایتد بود تنوع بازی خیلی بیشتری داشت الزاما تمام کننده نبود آقای گل نبود درو کننده رکوردها ها و آمار ها و جوایز فردی نبود اما تو مادرید به تو این بار از روی دوشش برداشته شد و خب نتیجه رو داریم میبینیم دیگه شاید این اتفاق برای کلین با هم بیفته من فکر میکنم دل فوتبال دل, دل, اون کسایی که فوتبال رو خیلی دوست دارن برای کریستیانوی نسخه یونایتد اول یعنی اولین دوره که در یونایتد بود تنگ میشد چون دیگه اون بازیکن رو با اون کیفیت ندیدیم تو ایش بخاطر اینکه تعریف فوتبالش تو مادرید عوض شد و شاید این اتفاق برای امباپه هم بیفته و دیگه اون نمایش هایی که ما از امباپه توی پی اس جی میدیدیم و نبینیم و تبدیل بشه به یه ابرگلزن توی پست شماره 9 مادرید میگم این باید یک تفاهمی بین بازیکن و باشگاه باشه دیگه که فایده تو برای ما در چه پستیه و درست میگی یعنی خیلی بازیکن حالا کریستیانو مثال بارز یکی از یه وینگر هجومی تبدیل شد به شماره 9 کلاسیک و چون میدونم مثلا مثال های دیگه اگه دنبالش بگردید گرت بیل فولبک چپ بود یعنی حتی تو اسپرزا یعنی فوتبالش با, با عنوان فولبک چپ شروع کرد و تبدیل شد به اون هیولای یه بازی نابود کرد اینتر رو نه آره اون موقع دیگه آره. وقتی بود که یه جلوتر بازی, جلو بازی, جلو بازی بازی, بازی که اینتر چاری جلو افتاد ام. توی نیمه دوم هتریک کرد یا دو تا گل نمیدونم مایکون هنوز تراپی میره سر اون بازی به با. حال آره آره حتما و میگم اصلا شاید نوع فوتبال امباپه تغییر بکنه و خب میگیم بازم کارلتو استاد این تغییر و تحولات در اصلا دی ان ای فوتبالیست مثال بارزش هم بارها گفتیم حالا یه بار دیگه آندرا پیرلو دیگه البته که حالا آندرا پیرلو در اون روایات یه ذره دقیق تر تاریخیش هست که کارلتو یه اول یعنی کارلو ماتزونه نفری بودش که در واقع این, این سنت رو این بدعت رو به وجود آورد ولی حالا کارلو آنچلوتی اون رو به اوجش رسوند خب از پیرلوب که یه ترکوارتیسا بود به عنوان بهترین رجیستای کل جهان رو ساخت اینا بود ولی این نکتهش اینه که ببین یعنی در ادامه من میخوام بگم که نمایش وینی نیمه دوم و حالا اون ترکیباتی که با بلینگام داشتن حالت یه تیزر تریلر یه فیلم ژانر وحشت بود برای باقی رقبای اونا توی این فصل به خصوص لالیگا چون میگم اگه جا بیفتن و حقیقت ماجرا که امباپه واقعا خوب نبود تو این بازی یعنی جدا گلی که زد پاهاش نمیدونم چرا صبح توی ذهن من بود احساس میکنم پاهاش دارن خمیازه میکشن مچ فیتنس نداشتن آره اصلا آماده ی فصل نبود به اون معنا هنوز ولی خب گلشو زد و من میخوام نمایش جود بلینگامی که حالا به نظر میرسه تازه بعد از یک فصلی که یه جورایی همون طوری که به کامان ویگنگا گفتی به واسطه نیاز مادرید حکم آچار فرانسه و اون مهره ای که کارلتو داشت باش تجربه گرایی میکرد و پیدا کرده بود الان تازه برمیگرده سر پستی که قرار بود برای مادرید در حالت نرمال بازی بکنه یعنی حالا خیلی تغییر میکنه دیگه با... اوکی بذار بهش بگیم حالا که رجیستراتور کوارتیسا گفتیم متسالای سمت چپ هرچی اوکی. حالا شماره هشت که رو دست افکته باشون حالا هرچی منظور اینه که داره دیگه اون پست اصلیشو پیدا میکنه و پاسی که من فقط میخوام حرف مادرید اونجا تموم کار پاسی که به امباپه داد را، پاسی که توی فینال ارسال کرد برای کول پالمه فینال آه. یورو خب که رضا میگفت من باورم نمیشه تنها م. چیزی که منطقی به ذهنم میرسه اینه که صداشو شنیده باشه اون پاسی که افتاد زمین بعدش اون پاسی که اصلا آره، 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 مسیرش اصلا آره. آره. واقعا لازم فیزیکی صداش کرد یه جوری غیر ممکن آره. بودش آره. که بتونه ببینه و پاسو برسونه م. این پاس این بود پاس این بودش که میگم نشون می... حالا حتما به ارل بلینگام رو میشناخته ولی به تو تمرینات از اون پاسای پاس به فضا نه پاس به پا بود از اون پاسایی بودش که پاسور دریافت کننده رو مجبور میکنه به حرکت برو. برو. برو برو اونجا و با توجه به امکاناتی که از دریافت کننده در ذهنش حاضره میدونی داده هایی که داره اون پاسه در وهله اول وقتی نگاه میکنیم چی, اینجوری کرد ام. بعد که امباپه به توپ میرسه و ضربه رو میزنه که آه نبوغی بود میدونی یعنی اینا نشون میده که به این بازیکن ها دارن به یک درک متقابل و مشترکی از هم میرسن و میام واقعا من نگران 19 تا تیم دیگه, دیگه این فصل لیگ یه زن در مورد آتالانتا صحبت بکنیم آتالانتا هم خب دو تا مهره اصلی نداشت از اولین بازی که اسکالوینی و ای بابا اسکاماکا اسکاماکا که اصلا از فکر ربات صلیبیه و رفتش که دیگه تا آخر فصل آره رو برای این گرفتن دیگه نیمه دوم آره خیلی هم حالا نمایشه خنسایی داشت در واقع دیگه اصلا از بعد از گل دوم دیگه آره بازی عملا تموم, تموم شد آتلانتا تموم و یه اتفاقی که همچنان میتونیم ازش پولی بزنیم و وارد حالا نقل و انتقالات سری آ و فوتبال مم. ایتالیا بشیم کوپ ماینرز کوپ که ظاهرا دیگه امتنا کرده از تمرین کردن با آتالانتا و خود آتالانتا هم فکر میکنم منتظر اینه که یه بازیکن رو جذب بکنه و بعد بره سراغ معاملشون با یوونتوس و ظاهرا سه چهار تا پیشنهادم یوونتوس تا اینجا داده برای کوپاینرز ولی هنوز به قطیت نرسن مثل بازی کنی که میخوانم من نگفتم که خودتون بفرمایید بله ماتورایلی نه این دیگه رسمیه ماتورایلی فکر میکنم این چهارمین پیشنهاد آتالانتاس به سلتیک و حالا دیگه تا 25 میلیون بالا اومدن ثابت به عنوان اون مبلغ ابتدایی که پرداخت میکنم و افزونه هاش هم فکر میکنم بین دو تا برای متورایلی برای متورایل انتقال فوق ای هم برای بازیکن می میتونه و از اون انتقالایی که یه فصل دو فصل دیگه با 100 صد و صد موافقم با ببین داستان کوپاینر واقعا قصه تلخی شده دیگه یعنی هم لوکاشون دیگه آره هم لوکا پرکاسی که حالا هم یه جورایی بخشی از مالکیت باشگاه با پدرش و هم به عنوان مدیر اجرای ارشد انجام وظیفه میکنه و هم خود جان پیرو گاسپرینی اصلا به هیچ وجه موزه منتقدانه ای نداشتن نسبت به خود تیانکوب ماینرز و قشنگ دلشون برایش سوخته بود و حتی خود گسپرینی دقیقا جملهش این بودش که این استراتژی که یووه انتخاب کرده برای این تابستونش که حالا جلوتر حرف میزنیم ببین هواداری یوونتوس رو من دارم میبینم که یواش یواش میتونیم وارد بشیم میتونیم می وارد بشیم چون که بس فقط همینه در مورد آتالانتا که خب ظاهرا که کوپانیرز مطرح کرده اصلا با گسپرینی و حالا اونجوری نبوده که من نمیام سر تمرین یعنی خواسته که اجازه گرفته که حضور نداشته باشه چون انتقال قطعی به نظر میرسیده اما از نظر یوونتوس جونتولی و حالا تییاگو یه ترانسفر خیلی ترسناکی رو دارن دنبال میکنن ببین اهداف اصلیشون از بین رفت یعنی زمانی که اعلام شدش که تییاگو موتا به مربی یوونتوس انتخاب خواهد شد اولین گزینه که مطرح شد کی بود ریکاردو کالافیوری ناموفق بودن دو هفته یه تمام به عنوان گزینه اول دفاع آخر اسم تودیبو مطرح شد و کی تودیبو رو های جک کرد استام یونایتد حتما ببین ببین بحث کوپ تمام بکنیم همشون حالت دلسوزی داشتن که چرا به واسطه اینکه هوایی شده و به واسطه اینکه اون نقل اون انتقالی که در ذهنش بوده هنوز در حالت تعلیق وجود داره به لازم ذهنی اصلا دیگه آمادگیشو از دست داده و با ما سفر نکرده و این شب رویایی در ورشو بود دیگه بازی بله بله. در ورشو آره در ورشو از دست داده یعنی موزه جفتشون حمله به یوونتوس بود و دلسوزی برای کوپ ماینرز که میگم گاسپرینی گفت واقعا این وسط این بچه قربانی شده قربانی اصلی اینه و هیف فقط حیف چون خیلی آدم درستیه یعنی همچین شکلی داشت اون چیزی هم که میگی درسته یعنی اونا ماتورایلیو میگیرن به زودی و کوپ ماینرز هم میره الان فکر میکنم یه ده میلیونی هنوز اختلاف دارن با یوونتوس و یه خرید جالب دیگه هم میتونه داشته باشه آتالانتا مارکو برشیان برشانینی بر... هزار تا بازی رو با هم قاطی کردم آه. که در آسانه پیوستن به ناپولی بود فصل پیش توی فروزینونه دیدیمش جز اون بازیکنایی که یعنی اون میزان جوان مستعدی که برای فروزینونه بازی کردن و خب تعداد زیادیشون هم حالا برای تیمای بزرگتری به میدان خواهند مم. رفت و گویا ناپولی توی آم... یعنی حتی تست پزشکیش هم با موفقیت رد کرده رد کرده که پشت سر گذاشته ولی حالا مثل که توی اون بندهای ریزی که داشته ناپولی اومدن یه ذره نمیدونم دستکاری کردن و اون توافق اولیه رو به هم ریختن و این انتقال به سمت آتالانتا سوخ پیدا کرده یعنی اینم میتونه خرید جالبی براش چه حالا رتگی هم که گفتیم اومد و یووه ببین یووه مسئلهش اینجاست که همین یعنی تو اون اساسی ها رو بهش اشاره کردی و وقتی حالا اوکی دو تا هافبک برای پوست و شخم زدن و بنای یک خط میانی جدید گرفتن خفرنتوران برادر کوچیکه مارکوس تورام و داگلاس لوئیس داگلاس که خب یک از بهترین هافبک‌های فصل پیش پریمیر لیگ بود بدون شک خرید خیلی خیلی خوب میتونه براشون باشه حالا اگر کوپ ماینرز هم بهشون اضافه بکنی اوکی قبول یعنی یه مثلث خط میانی نو کامل گرفتین که با نظر مستقیم تییاگو موتا احتمالا بوده ولی مسئله اینجاست که کی قرار گل بزنه و کی قراره از گل خوردن تیمو نجات بده میدونی یعنی خط دفاعی ببین دی گاگریا مشکل <تصحیح> بتن دروازهبان فصل قبل سری ولی خب به هر حال به تنهایی دروازهبان که نه 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 اصلا به مسئله اینجاست که اصلا خرید دی گاگریا به نظر من سوال ها. سوال برانگیزه به خاطر اینکه دیروز اعلام شد که قرارداد وایزک چزنی هم فسخ, فسخ, شد. فسخ شده یعنی یه سال دیگه میتونست چزنی بازی بکنه اولویت شما گولر نبود واقعا اوکی شزنی هم مشکلات خودشو داشته ولی میتونستین یه فصل دیگه چون مبلغی که برای دی گاگریا پرداخت کردن خب میتونستان تو نواحی دیگه تیمشون خرج بکنن میدونی به نظر من کریستیانو جونتلی تابستون خیلی خیلی هنوز سموم نشده بذار پنجره بسته بشه قطعا و... خرید داشته باشن تو بازیشون بازیاشونو دیدی پیش من بازی شنو. با اتلتیو دیدم آره مثلا قبل از اینکه بازیاشونو انجام بدن اون لیستی که اعلام شده اسم یک سری از بازیکن‌ها توش نبود یا خیلی محکم گفتش که خب مشخصه خب یعنی پروژه به این شکله و این ها خب تو این پروژه جایی ندارن اما خب های اصلا کاری ندارن به کیفیتشون تعداد زیادی یعنی این بازیکنایی که از پروژه یوونتوس یا کنار گذاشته شدن به هر حال جایگزین های احتیاج دارن یعنی اسمای خیلی زیاده از کیزا، رابیو، ام. کاستیچ، آرتور ملو، میلیک، دیشیلیو، روگانی، شزنی و مکنی یعنی خودشون یه تیم هن. و تعداد زیادی از این اسمایی که گفتم فصل قبل داشتن فیکس بازی میکردن برای یووه و بعضا نمایش های خوبی هم داشتن از جمله خود از موجود رابیو, رابیو موجود. و هلو... تا... تا... حدودی مکنی ببین ب... ب... مسئله اینجاست که طبیعیه که یووه به یک خونه تکونی اساسی نیاز داشت ببین درسته این فصل دوم کریستیانو جون تولی روی کاغذ مم. حساب میشه ولی در واقع فصل اولشه یعنی اون چیزی که حالا ما هم تو فارسی هم فکر کنم همینو میگیم اون سال سفری که میگیم انو زروی که ادبیات ایتالیایی زیاد به کار میره این اون سال سفر است چون جونتولی وقتی فصل گذشته به یوونتوس پیوست که اولا نمیتونست خیلی درگیر بشه با مکس الگری مم. به اون معنا نمیتونست باش دست و پنجه نرم کنه در بکنه. بیاره. آره با مد مکس آره. کسی شوخی نمیتونه بکنه و اصلا دیرم بود یعنی الان تاریخش خیلی, خیلی بود آره. آره. فرصتی آره. نداشت آره. که بخواد از جادوی خودش که به عنوان حالا معمار قهرمانی ناپولی بود استفاده بکنه برای همون خونه تکونیه مم. و تغییر مسیر و فلسفه حالا باشگاه یوونتوس به بیانی پس در واقع این جایی بودش که جونتولی مهر خودش رو قرار بود بکوبه پای این پروژه و خب تیاگو موتا هم گرفته بود و معلوم بود که با موتا خیلی بیشتر روی یه موجن تا با مکس الگری ولی میگم تا اینجا نمیگم شکست خورده ولی اهداف بزرگی رو از دست دادن و جون جو چیزی که تو داری میگی که بازیکنها رو عملا مازاد اعلام کردن من درک میکنم که کاملا حق میدم که تیاگو موتا بیاد و فهرست رو بنویسه حتی پنج نفر دیگه هم توش باشه مم. حالا واقع گرایانه نیستش که همه رو بتونن از باشگاه خارج بکنن و بازیکنهای جایگزین مورد علاقه موتا رو بیارن ولی به نظر من اعلامش یا اینکه حداقل جلوگیری جلو نکردن از اینکه فاش بشه یک اشتباه استراتژیک و تاکتیکی خیلی خیلی بزرگ بود چرا برای اینکه قیمتشون میاد پایین حالا دقیقاً نکته اینه تو مثلا وقتی کیزار و مازاد اعلام ببین میدونم که توی ذهن تو تو باور اینه که خب کیزا با توجه به که دیگه تو اون صد فوتبال بازی نخواهد کرد تو بدون اعلام این موضوع که کیزا مازاد خواهد بود تو تیم تییاگو متوارف فصل بعد به راحتی این بازیکن 50 60 میتونی به یه تیم پرمیر لیگی بفروشی آره حتما آیا بون پول پولو پرداخت نمیکنه آیا ویلا این پولو پرداخت نمیکنه حاضر بود برای نیکولو چهل 40 میلیون بده تموم شد ولی بله خب با این کاری که کردی عملا حالا خود کیزا باید فکر بکنه که میلان یا راضی میشه که مثلا با یه مبلغی نصف این من رو وارد داره توی ایتالیا بمونه همینه بعد اصلا نکتهش اینه که ببین یه ذره باشگاه یوونتوس فکر میکنم اه... بزن اینجوری بگم خیلی علاقه ندارن که کیزا رو به تیم ایتالیایی دیگه بسپارن چون مم. اون وقت اگر اونجا دوچاره یک احیایی بشه و بدرخشه خیلی باید پاسخ حوادارشون بشن چون به عقب این فوق العاده فوتبالیست محبوبیه یعنی از دیگه یورو 2021 بیس محبوب قلب های و همه شده به هر این داستانه وجود داره یعنی آینده نامعلوم یه اسمایی که بردی حالا مثلا راجع به وستون مکنی آخرین چیزی که من شنیدم اینه که شاید در اون قرار چون ببین مسئله بخش از معامله بشه بخش از معامله با نیکو گونسالس فیورنتینا بشه چون اتفاق خواهد افتاد یعنی به توافق رسیدن و از اون ور هم آلبرت گودمونسن بودمونس. از جنوا میاد و جای نیکو گونزالس در فیورنتینا میگیره و آلبرتو جیلاردینو تفلک من واقعا دلم براش میسوزه یعنی قشنگ تو مصاحبهش این بودش که اوکی به من دیگه تا همین تموم دیگه بازیکن دیگه نمیذارین دار تیممو ببندم آره دیگه تیم آره. نابود کردین دیگه سه تا بهترین بازیکنامو ظرف 6 ماه گرفتین چون دراگوشین هم ژانویه رفتش دیگه بنابر این اونا دارن به چند تا وایت پلیر فکر میکنن یعنی خب راجع به گال، رو اشاره کردیم مم. نیکو گونزالس احتمالاً میگیرن چون الان وقتی به تیم نگاه میکنی کلا یه دونه کنان ییلدیز بچه 19 تمش. ساله است و یه دونه اونور تیموتیوها که واقعا سطحش در سطح یوونتوس نیستش میدونی و و, ولاویچ خیلی بد بود توی تو پیش فصل. یعنی بدترین ولاویچی که تو زندگیت دیدی اصلا یه شوخی میکردیم که میگفتیم سرعت چرخیدنش مثل تانک های جنگ جهانی دومه این دیگه قربونه دیگه نمیدونم چه مثالی میشه پیدا کرد براش اصلا درست های ب... ال سی دو اه. نمیدونم این چیزا دنبال مارکوسنسی هم هستم دیگه گزینه های اه اه چند گزینه های دوم سوم چهارم مجبورن که دست به ام. دامنشون بشن برای خط دفاعیشون باید همینو دارم میگم میگم هم تو خط دفاعی بازیکن کم دارن هم توی خط حمله و حالا اوکی اگه بگیم نیکو اتفاق بیفته اگه بگیم گالانو اتفاق بیفته اون م... م... پس وایت پلیرشون یه تا حد زیادی حل میشه ولی میگم ه... بزار پنجره که بسته شد اون وقت یک داشته باشیم در حال حاضر اصلا جالب به نظر نمیرسه وضعیت یوونتوس بریم در مورد لاتسیو صحبت بکنیم لاتسیو که به نظر میاد که اونم دوچاری پوست اندازی کلی بشن چقدر ما هیجان زده بودیم واسه اومدن ایگور تودور که ظاهرا دیگه خیلی عمرش کوتاه بود حتی گزینه یووه بود زمانی که بله 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 بله. بحثش بودش بله. که و گزینه خیلی جدی یووه برام خیلی جالبه که نام ایگور تودور تیم بعدیش کی و کجا خواهد بود بعید دونم جز به مثلا مربی باشه که های کوچیک برداره خودش یعنی حتما دنبالی گزینه ببین تودور به حال تجربه مارسایی هم داشت دیگه مارسی خب قطعا تیم خیلی بزرگیه منتها مسئله اینه که نمیخوام بگم در حد گتوزو ویدیو اخیر که افاف <applause> آره به بازیکن خودش میگه ز... ویر زیادی نزدن ب... ب... باش برو آره، باش برو ولی خب ش... اون به لحاظ شخصیتی جوریه که شاید خیلی سخت میشه باش کار کرد و وقتی کنار کلودیو لوتیتو قرارش میدی که کنار دیلورنتیس شاید واقعا ناسازترین مالکین باشن با مربیشون و تا حدی حد با بیشترین میزان شاید بی احترامی باشون رفتار بکنن خب طبیعی بودش که رابطه به مشکلات خیلی جدی میخوره و یه سری مثلا که سر جزئیات بازیکنان بوده که من کیو میخوام و من کیو نمیخوام و اینها که مثلا یکی از موارد بحث و دعوا و اختلاف نظرشون مثلا خود متو گندوزی بوده یا همچین چیزی به هر حال <applause> میگن دوزو رو نمیخواسته آره 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 نکتهش اینه که آره مشکل داشت حالا من نظر بارونی زیر بار این حرفا میره با توجه که انتخاب مستقیم خود فابیانی بوده آره 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 دقیقاً دقیقاً انتخاب مارکو بارونی به خاطر این بوده که مربی رو بیارن که اسم کوچیکتری داشته باشه وی با تو دور درسته شاید به لازم مربی هیچ وقت میگم مارسی قطعا بزرگترین <applause> تیمش بوده ولی با مثلا چه میدونم هیچ کدوم از ابر باشگاه های سری ها رو رهبری نکرده ولی خب به عنوان فوتبالیست خیلی خیلی اسم گنده بود برای همین نمیشد بهش زور گفت نمیشد چیزی رو بهش تحمیل کرد مارکو بارونی چون خب این اولین شغل بزرگشه حالا واقعا مربی با کیفیت یعنی اون حالا من به عنوان فقط کسی که به عنوان اون اصطلاحی که حالا انگلیسی رو به کار میبرم به عنوان آتش نشان خیلی دلیر و بی باک و خبره ام. همیشه میشناختمش یعنی تیمای کوچیک و نجات میده از صعود کردن به سری بی یه حالت مثلا داوید نیکولایی اون سبکی و این اولین شغل بزرگشه طبیعتا همونجور که گفتی ببین اتفاق جالبی داره توی باشگاه لاتزیو میفته چون خب اونا ایگلیتاره رو داشتن دیگه ایگلیتاره اما فوتبال شده اونه بله. به عنوان مدیر ورزشی بعد از اینکه تاره رفت همین آقای فابیانی آنجلو اگه اشتباه کنم اسم کوچیکشونه بله. آنجلو فابیانی اومد و نشون داد که اگر مالک باشگاه به مدیر ورزشیش اعتماد بکنه حالا هنوز نتیجهشو ندیدیم ولی میتونه وقایع مثبتی رقم بخوره از این منظر که خب گزینه هایی که لوتیتو داشت مربی های دیگه ای بودن یعنی خب میدونیم که سرجو کونسیساو بعد از که پورتور کرد گزینه رویایی هوادارای لاتزیو بود حالا چقدر لوتیتو حاضر بود چون قطعا مبلغ قراردادش خیلی, خیلی. سنگین تر از مارکو بارونی میشد یا توی ذهن من الان یک حساب کنم رافائل پالادینو اینا بود وینچنزو ایتالیانو وینچنزو ایتالیان آه. مرسی آره اینا گزینه هایی بودن که خب لوتیتو تو ترجیح میداد ولی فابیانی اونو مجابش میکنه که از بارونی استفاده کنن خود ماریتو ساری تماس تلفنی میگیره با بارونی بهش تبریک میگه و میگم اونایی که در محافل جدی فوتبال ایتالیا هستن خیلی بارونیو تایید میکنن به عنوان مربی که حالا ببینیم در لاتسیو چیکار داره میکنه پیش خودت چیه میدونی وقتی که پروژه‌ای که مربیش ایگور تودور ایگور تودور بوده برکنار میشه و بحث انتخاب سریجو کونسی ساو میشه و در نهایت میرسی به یه ای مثل بارونی م. و پروژه‌ای که ستاره‌هاش حالا بنا به سن بالا یا ارزش مالی که توی زندگیشون قائل هستیم جدا میشن لویز آلبرتو چیروی موبیله داچی کامادا ستارهای تیم دونه دونه تیم جدا میشن و میرسیم به یه پروژه پوست انداخته ای با یک مربی که به مراتب کاراکتر شاید ضعیفتری نسبت به اسمایی که داریم میگیم داره خروجش چی میتونه باشه نمیدونم واقعا جوابی آرش ندارم فقط میتونم بگم که اینم دقیقا یه سال صفر برای لتسیو. چون همون دو تا اسمی که اشاره کردی به اونا در اون مثلث جادویی لاتزیو که تو همه این سالها هر اون که نه اینکه هر اون که ولی خب اون عامل اصلی بودش که اونا رو حفظ میکرد چیرو ایموبیل سگ میلیکوویچ ساویچ و لوئیس آلبرتو دیگه هیچ کدومشون نیستن دیگه فیلپ اندرسون هم اینا اضافه کردن برگشت اوکی حالا فیلپ اندرسون هم موثر بود و نه به اندازه این ستا مم. ولی میگم اون مثلث جادویی دیگه دورانش به پایان رسید و حالا با یه مربی که منظورم اینه که مارکو بارونی الان خودش جایگاهشو جایگاهش رو پایین تر از لاتسیو میدونه بنا بر این تن میده به هر گونه حالا دخاله نه اینکه هر گونه ولی تا جای ممکن سعی میکنه که وارد جنگ باز نشه با مالک باشگاه کلودیو لوتیتوی که میدونیم خیلی وقتا شاید خیلی ثبات شخصیتی و خلق و هم نداشته باشه و من واقعا نمیدونم بازیکنایی هم که الان اومدن الان ال چیه الان رو, برس برس رو گرفتن و خیلی که کاسترویلی باید باید برگرده به اون اوجی که همه صحبتش رو میکردن دیگه کاسترویلی مجسمه فوق العاده خوش جنسش چینیه یعنی بهترین تشبیه واقعا همینه یعنی یکی از اون ترکو های ناب فوتبال ایتالیا بود گایتانو کاسترویلی از اونایی که واقعا شماره ده برازندش بود نمیگم دهه روبرتو باجوی چون حالا ارتباط فیورنتینیشن هست ولی خب انقدر مصطوم انقدر مصطوم انقدر مسلوم، نمیدونم واقعا من خیلی اوضاع عجیب و غریبی دارن دیگه حتی گزینایی هم که دارن میرن سراغ مثلا لازار ساماردیچ حت... ها... همه همه نمی... نمیاد لازار ساماردیچ. آره خب نمیاد من دا. واقعا خسته شدم دیگه از شنیدن اسم لازار ساماردیچ یک سال از تابستون قبل همه تیمای بزرگ ایتالیایی میخوان ساماردیچ رو بگیرن و یه گزینه با مزه دیگه که دنبالشه ای گفتی جو بلینگام آ جو, جو بلینگام اونم از اون انتخاب های فابیانیه جو بلینگام برای دوستانی که نمیدونن برادر کوچی جود بلینگام برای ساندرلند بازی میکنه هافبک هجومی تره به ذات از جود حالا در فوتبال ابتداییش فصل پیش من چند تا بازی ازش دیدم اصلا استعداد جودو که نداره قطعا ولی بازیکن با کیفیتیه بازیکن اوکیه ولی آره. فکر نمیکنم بدل به دیشب هم یه خبر اومد یه بازیکنی دارن میگن از سالارنیسانا بولای دیا آب بلای دیا آره آره ماجرا شما راه عالم بازی آره، آره،, آره. 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 آره آره اون اونم از ایناست که دیگه نزدیک انتقال ولی هر چی بیشتر دارم فکر می‌کنم امید خاصی به لاتزیو ندارم آره, آره. بریم ناپولی اکی. ناپولی که دیگه الان خوراک سنگ،, سنگ, چی میگن اره تیشه بگیر سنگ نه اره بده تیشه بگیر دیلورنتیس و کونتاس و جالب اینه که توی مرحله اول کوپا ایتالیا ام. ما مدنا بازی کردن و بازی گره خورد در نهایت در ضربات پنالتی تونستن بازی رو ببرن و کنت پس شروع نشده شروع به گرگر کردن کرد اینا همچنان دیلشون گرفتار همون بحثی که یکی دوتا اپیزود قبل صحبت کردیم جدایی ویکتور اوسیمن که اگر او از تیم جدا نشه مشخص نیستش که این دومینوی انتقالات آره، باشگاه ناپولی به کجا میرسه این مشکل همه چلسی ایجاد کرده جدی میگم یعنی این داستانی یادت میاد. که با داشتن آره. یادت <تصفح> میاد که دو, دو, فصل پیش هم یه بحثی پیش اومد که میگفتن بازیکنها تو ماشین لباس عوض میکنن رخکن انجام آره نداره زمانی آره آره که حکیم زیاش و اینا بودن ببین واقعا چلسی مثل باشگاه فوتبال داره نمیشه یکی دو فصله ببین مسئله اینجاست خب بذار اگه بخوایم ارتباطش پیدا من فقط یه دوباره گریزی به آتالانتا بزنم هستن. چون اونا یادم نیست فکر سه سال پیش بود یا چهار سال پیش یه تغییر مالکیت نداشتن یه بخش زیادی از سهام باشگاه و پرکاسیا فروختن به استیو پالیوکا هم. که توی ام بی ای تیم داره فکر اگه اشتباه نکنم با سلتیکس فکر میکنم احتمالاً باید هم باشه حالا هرچی بر و من مصاحبه با اسی پالیوکا میخوندم من امروز صبح هم داشتم میخوندم حالا کلی صحبت کردم میگم یه بحث بسکتبالی بود که خب من خیلی در جریانش نبودم ولی یه جمله کلیدی میگه میگه که خیلی از مالکینی که باشگاه جدیدی رو در اختیار میگیرن حالا چه به صورت کامل چه به صورت درصد قابل 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 نظر نه قابل نمیدونم چی میخوای بگی درصد توجه قابل توجه نیست تشکر میکنم درصد قابل توجهی از سهام باشگاه میخرن برای اینکه نشون بدن که نه تنها نسیم تغییرات شروع به وزیدن کرده بلکه طوفانی در راهه میزنن زیر کاسه همه چیز رو خراب میکنن یعنی تمام اون زیر ساختایی که بوده و باشگاه رو به پیش میبرده در مسیر موفقیت رو صرفا به خاطر اینکه مهر خودشون رو پای اون اسباب بازی پرزرق و برق جدیدشون بزنن مم. و تغییر میدن فارغ از اینکه به سود پروژه هست یا نه یا نیست. کاری که چلسی کرده خب مشخصا همینه دیگه واردش بحثش نمیشیم یعنی فکر میکنم دیگه الان هوادارهای چلسی هم واقعا کلافه شدن از این وضعیت تیمشون حالا آره توی پرانتز پدرو نتو در شبش مهار ناپذیره بله. یعنی بازی با و... بازی وولز رو دیگه دیدیم دیگه ام. ولی مسئله اینجاست که اون شبه نمیدونم چند ماه یه بار خواستم بگم چند سال یک بار <applause> نه چند سال یک بار نیم به مسئله پدرونتو اینه که برای روز یه آماری نه خیلی جالب بود در پنج فصل اخیر صد بازی رو از دست داده, داده محروم به دلیل به مسئولیت دینه. یعنی بازیکنی که انقدر مستعد مصدومیت باشه واقعا چنین سرمایه گذاری روش هزار سوال برانگیزه با ریسک خیلی بالای همراه حالا امیدوارم واقعا از منظر خود نتو چون من واقعا دلم میسوخه این کیفیت اینو میدیدم گفتم چرا تداوم لازم نداره نمیدونم والا داستان جو همچنان داره ادامه پیدا می‌کنه به مسئله اینه اون جمله رو تمام بکنم مثلا اینکه استی پالیوکا میگه که آقا من انقدر اعتماد داشتم دیوانه نبودم که یعنی اومدم مم. یک وارد که محیطی شدم یک پروژه رو روش سرمایه گذاری کردم که دیدم به شکل چقدر سالم و درستی داره پیش میره بنابراین نیازی به تغییر و دخالت های من نبوده حالا برعکس اتفاقی توی چلسی افتاده و ببین یه, یه،, یه صحبتی هست خب من اینو منبعش موثق نیست مم. خب فقط در حد یک انگاره در حد یک زمزمه مطرح اگر. میکنم اگر ها دقیقا اگر ها خب اگر دیگه اینه که ویکتور اوزیمن با توجه رفتاری که باشگاه چلسی در قبال اون معامله با اموری دیون کرده مم. اصلا دل سرد شده یعنی اگر تا الان داشت بالبال میزد که از ناپولی جدا بشه به مقصد استنفورد بریج الان اصلا نظر شخصیش تغییر کرده و یک سری خبرهایی از فرانسه و اینا به گوش میرسه که ممکنه به واسطه این فعل و انفعالاتی که پیش اومده و این گره کوری که خورده داستان کانر گلهری که برگشته به لندن و اجازه نداره با تیم اصلی تمرین بکنه این فاجعه است واقعا آره واقعا رفتار باشگاه چلسی با کانر واقعا فاجعه واقعا زشته اموری دیون که اینجوری شد کانگرک که اینجوری شد جو فلیکس که هنوز مشخص نیستش که بتونن راهی پیدا بکنن که معاوضش بکنن که بتونه با چلسی که گلهه رو برگردونن به مادرید و وقتی اوزیمن این شرایط رو دیده ترجیح داده که اصلا گزینه چلسی رو خارج بکنه از برنامه هاش و منتظر پیشنهاد پاریسان جرمن بمونه این هم هستش باید برحال حرفی که هست و نا... م... مسئله که از ناپولی نیاز داره که اوزیمن رو هر جوری که هست بفروشه تحکیل اینه بفروشه یعنی حتی این نباشه که یک سال به صورت ق... چون خیلی از این قرار داده ای که الان راجبشون صحبت کردیم مثل آلبرت گودمونسون به فیورنتینا و نیکوگونسالس به یووه شبیه همن یعنی شما یه مبلغی و بابت یک سال قرارداد قرضی پرداخت میکنی منتها به صورت اجبند اجباری دائمی کردن رو داره بعد از یک سال که اضافه اون هم پرداخت میکنید که دیگه بازیکن تماما سرمایه شما باشه ناپولی ناپولی هم دنبال قراردادیه که حتی اگر قراره که مبلغی رو به صورت قرضی دریافت بکنن برای سال اول اون اون بنده اجباریه داشته باشه که چلسی گویا نمیخواسته به این تن بده چون اونا میت یه چیزی راجع به ویکتور من از حقیقت آره لطفا همونزارو. اینو در مورد صحبت بکنیم چون ببین من الان میخوام اینو بگم که متوجه این, نگ... این نگرانی حالا اگر باره ویکتور روزیمن میشم رفتاری که با کانال گلهر کردن حالا برای دوستانی که نمیدونن کانال گرهر قرارداد پیش قرارداش امضا کرده عکس انداخته توی مانه. استادیوم ازش عکس بیرون اومده و سوار جت شده برگشته لندن مانه. با تیم جو... زیر 21 سال فکر میکنم اول تمرین نمیکنه اما با همه این توصیفات انتخاب ویکتور روسیمن میخواد پی چی باشه جایی که گونزارو روموشو کلمانی داره حالا با این نمایش که ما از کلومونی و گونسال راموش دیدیم اگر بره احتمالا مهاجم نوکشون بیم مهاجم می حتما میشه اونا هم باید از پیسی جدا بشه نمیدونم من, من منطقه پیسی رو بهش فکر نکردم راسته رو بخوای چون خبرها خیلی, خیلی, خیلی انتخاب دیدن. عجیب و غریبیه پاریس انجرمن برای ویکتور نه اتفاقا چرا اتفاق عجیب و باشه یه تیم قطعا یه حقوق نجومی دریافت میکنه اون که بدیه آره, آره جز اون میدونید از نظر جاه طلبی که دنبالش میگرده دلیلی که تو از ناخولی جدا بشی و بری تو یک تیمی که بخوای برای قهرمانی ها بجنگی خب برای قهرمانی لیگ دیگه یک فرانسه میجنگه دیگه جوابم گرفت آره نه ببین من یه چیزی میخوام راجع به ویکتور زیمن بگم با تمام عشق و علاقه ای که بهش داشتم در اون فصلی که قهرمان شدن ام. که فکر میکنم کنم حس مشترکی بین بچه زیادی از هواداران فوتبال بود آدم مسئله سازیه ثبات شخصیتی نداره درگیریاش با مدیر برنامه خیلی چا و ویدیوهایی که منتشر بله میکنه دل 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 توی شبکه های اجتماعی ادبیاتی که داره جوری که بی خودی برای خودش دستانداز درست می‌کنه چاله چوله میکنه مم. یعنی یه کارهای کارهایی که شما به عنوه غیر از چلسی و حالا این داستان پی که داره مطرح میشه چند تا تیم بزرگ دیگه دنبال ویکتور اوزیمن دل هیچ کسی دلیل اینکه انقدر وضعیت آنتونی کونته رو بهش اشاره کرد به درستی دلیل اینکه کونتم کلافه شده چیه به خاطر اینکه پیشنهادی نیست برای باشگاه ناپولی نمیتونن از خودشون پیشنهاد جعلی درست بکنن که اوزما کونته رو خوب... به گیگیلی بفروشن و ما کونته رو خوب میشناسیم دیگه کونته اینجا نیومده برای تفریح کردن کونته اومده مربی قهرمان همونشون کونته مربی که اومده یووی که فصل قبل هفتم هشتم شده بوده رو کشیده بالا چلسی رو کشیده بالا قهرمان کرده اینتر رو تو فصل دوم آره. تونسته قهرمان بکنه اون اون که اصلا مشخصه و بر نمیتابه همچین کاراکتری رو تو رخکنش آره ولی خب از دست دیلورن میخوام بگم استثناا الان از دست دیلورنتیس و مدیر ورزشون جوانی مانا که فکر کنم الان لندنه ها ها. یا برگشت نمیدونم ولی میدونم که لندن بوده جوانی مانا کاری بر نمیاد از دستشون به خاطر اینکه پیشنهادی به خاطر اینکه آزیمن یک جوری چهره رو خدشدار کرده یه سری باشگاه هایی که عقل سلیم دارن میگن آقا صد میلیون بدیم برای آدمی که یه دفعه میزنه زیر کاسکوزای همه چی با یه حرکت اضافه کل رخکن رو به هم میریزه یکی از دلایلی که باشگاه ناپولی از درون نابود شد و منفجر شد خب همین داستانهای اختلافات درون خانگی خویچاو و نمیدونم همونجوری که گفتید وکیلش رو نمیدونم خود اوزیمنه اینا هست دیگه میدین یعنی عزیمنه به نظر من یک چهره ای از خودش ترسیم کرده که خیلی از تیما اصلا سمتش نمیرن یعنی با تمام کیفیات ویژه‌ای که داره اوکی okay, بذار جوری بگم همون هم که زیر صد تا نمیفوشد آره آره خب اونها مشخصه میخوان به خاطر اینکه اصلا اگه یادت باشه قراردادشو برای چی تمدید کردن فصل پیش چون بند رهایی بود باشه بند رهایی همون یا صد یا صد ده یا همچین چیزیه ببینم میخوام راجع به اوزیمن بگم همون جوری که چرا عاشق فوتبالشیم اون چ... اه... چون فکر میکنم اولین بار شخصا من اینو از چلو ما شنیدم فصل اولی که گل کردن و قهرمان لالیگا شدن که روی کرده ذهنی بازیکنهای من اینه برای هر توپی جوری میجنگن که انگار آخرین ثانیه از آخرین بازی زندگی حرفهیشونه خب این حسی بود که چلو سیمونه تزریق کرده بود در تک تک سلول های بازیکنهای اون نسخه اول اتلتیش اوزیمن هم همونجوری فوتبال بازی می‌کنه یعنی راستش خود الان دارم فکر می‌کنم اگه سرلات نخری دادن شاید میتونست برای اتلتیک بازی بکنه متو مسئله اینجاست که توی زمین این جواب میده این خب حتی میخوام بگم که این روی کرد توی زمین هم مشکلاتی ایجاد میکنه یه سری مصدومیت‌های اوزیمن به خاطر اینه که واقعا تو دیگه برای یه سری توپای نباید بری یه جایی بعد تقسیم انرژی بکنی یه جایی باید از سلامت خودت محافظت بکنی ولی همون رفتار رو خارج از زمین هم داره با همه میخواد درگیری بشه تو همه چیز باید حق با اوزیمن باشه به همه میخواد بپره هیچ چیزی رو نمیتونه هیچ چیزی بگذره میدونی چی میگم یعنی اون شخصیت آتشین درون زمین خارج از زمین در ایجاد میکنه که الان خوردیم به این بمبسته دقیقا یه بمبسته برای آه. ناپولی برای اوزیمن برای لوکاکو برای چلسی برای گلاهر بیا. و همه گرفتار هم دیگه دو تا خرید احتمالی هم دارن بلی گیلمور و داوید نرس آره صحبت کردن این این اینا, اینا, تقریبا دیگه با نظر میاد که قطعی باشن تا چند روز دیگه آه. و از تیمشون هم فقط زیلنسکی و حالا لینستروم بازیکنان که اسپور اسپار بودن جدا شدن مم. بونجورنو رو اول فصل با فکر کنم دستور مستقیم کنته گرفتن از قبلش فکر کنم و مارکو مارین مارکو مارین خیلی جالبه به خاطر اینکه محصول کاستیاست باشگاه مادرید من یادمه حتی فصل پیش تو یک مقطعی که اگه یادت باشه دیگه کار به اینجا کشیده بود که شوامنی داشت به عنوان مدافع مرکزی بازی میکرد صحبت از این بودش که مارکو مارینو برگردونن از تیمی که داشت براش قرضی بازی میکرد اگه یا فکر کنم نمیدونم سگوندو فکر کنم بازی میکرد حالا به حال هر چیزی اون خرید جالب میتونه باشه بونجورنو که اصلا هدیه یه. یعنی بیا هدیه دی لورنتیس به کنته بود بیا که رابطمون رو آره این خدمت شما آره ای خدمت شما بیا با خوبی و خوشی شروع بکنیم حداقل چون احتمالا یه ماه دیگه به پر و پای هم میپیچیم که الان داره اتفاق ببین مشکل بزرگی که الان من از ناپولی میبینم همون بازی با مودنا که اشاره کردی در من بازی یه بازی دیگه, دیگه دیدم از کوپا ایتالیا بازی دوریا و کومو چون برام خیلی جالب بود کومو یه که واران شد همون که واران هم بیا ببین اینه ها داستان اینه اتفاق بازی مسلمیت همینه دیگه حالا با مزه بود اندرا پیرلو مقابل سس از برد. روی نیمکت تا نه درون زمین ولی خب نکتهش همینه دیگه نکته اینه که شما وقتی صرفا بر اساس منطق نوستالژیک و اسم بازی کن میخری بیا همین بازی اول واران محصوم شد ببین حالا واران چقدر برای کم بازی بکنه قول میدم خیلی ببین کی بر می بازی میکنه اصلا حالا حالا دیگه. ما دیدیمش دیگه این چه فصل یونایتد اون تیمه رو که نگاه, میکردی خب ما میدونیم مسئله اینجاست که برای آنتونیو کونته وینگ بک از نون شب واجب تره یعنی همه تیماش و همین همین اسمایی که الان همین باشگاهی که که قرارون شدن به خصوص از وقتی که اومد چلسی مهم. چون چون یوونتوسش فرق داشت ببین چلسی اون از ویکتور اوزی میگم ویکتور اوزی نه ویکتور, موزز <تصفح> <تصفح> و مارکوس آلونسو بله. عملا روبرتو کارلوس کافو ساخت یعنی جوری که ازشون استفاده کرد حالا من او رو... اون فول بک بودن ولی ببین چه استفاده و چقدر تاثیرگذار بودن توی قهرمان چلسی اینتر اشرف چقدر تاثیرگذار بود اوه. تو اون فصلی که قهرمان شدن یا حالا اونور اگه اشلیان بود هر کسی که میدونی این خیلی مهمه بعد توی این بازی حالا کوپا ایتالیا که به زورم بردن تو ضربه پنالتی وینگ بک ها لئوناردو اسپیناتزولا و پاسکوال ماتزوکیه اسپیناتزولا اگه 2021 یورو بود بله بعد تازه اسپیناتزولا اینورتد بازی میکنه این راست که چپ بازی میکنه من نمیدونم تو فلسفه کنت این چقدر براش قابل قبول آره باشه و چه, چه تغییراتی بعد ایجاد بکنه پاسکال ماتزوکی با اون شروع فکاهی که داشت تو ناپولی که به عنوان هوادار از کودکی باشگاه اومد و همون دو دقیقه اول اخراج شد فصل پیش مقابل چه تیمی بود میدونید یعنی کیفیت های با از مدت ها بعد از مصومیتش مثل کیزا دیگه به هیچ وجه بازیکن سابق نشده بنابراین وینگ بک میخوان و یکی از وینگ بک هایی که میخوان یکی از گزینه‌ها از موناکو وندرسون موناکو چیزایی که مم. من شنیدم و گویا ببین یه نکته مهمی هم داره که ام... کاپیتانشون اسمشون چیه کاپیتانه کاپیتان ناپولی اه... دی لورنسو جوانی دی لورنسو بله, بله جوانی احتمالاً اگر که باقی بمونه چون من میدونم که ایجنتش مدیر برنامهاش جلسه رو در رو داشته با یکی از مسئولین باشگاه یوونتوس و با به توافق شفاهی هم رسیدن این چیزی که میگم حالا یه ماه پیشه نمیدونم از اون بعد از بعدش اتفاقاتی افتاد ولی به هر حال دی لورنسو اگر باقی بمونه احتمالا به عنوان آر سی بی بازی میکنه رایت سنتر بک بازی میکنه مهم. و با باید یه بک به هر حال پیدا بکنن دیگه ببین حرف من اینه اگر مهره هایی که کنته میخواد خب مهرایی که کنته میخواد نه مهرایی که دیلورنتیس میتونه براش فراهم بکنه رو به ناپولی اضافه بکنن یکی از شانس قهرمانیه این ناپولی الان با این وینگ بکا با, با این وضعیت سردرگمی که همه دارن نه واقعا و بعید نمیدونم که کنته اصلا بلکنه وسط آره آره, آره, آره چرا که آنتونیو کونته فقط در شرایط ایدئال کار میکنه استلینی و هم باش رفتن ناپولی دیگه این نقش چی میگن کاتالیزور رو داره بینشون دیگه نقش واسطه آره لیل اوریالی به به حال جزء ولی من بعید میدونم که کاتالیزور اتفاق بیافتن. نه کاتالیزور نیست نه نه اصلا نقشش کاتالیزور نیست نقش نقشش رابطه یعنی اون ساختاری که بهش رسیدن تو اون سلسل مراتب به خاطر اینه که اوریالی میگم جز محترم ترین چهره های اصلا کلا فوتبال ایتالیاس و برای اینکه آنتونیو کونته و دیلورنتیس با همدیگه خیلی کارشون به خیلی استکاک پیدا نکنه به لحاظ شخصیتی بنابراین اوریالی به عنوان یک پیر فرزانه مم. پیغام ها رو از کنته به قراره که آره دیلورنتیس منتقل بکنه و از دیلورنتیس برعکسه همچین چیزی مم. اون بازی کنم اسمش اشتباه گفتم کیو؟ رافا مارینه نه مارکو مارین من اشتباه گفتم آه. رافا مار... آه یه, مارکو, مار... یه چی... مارکو مارین هم یه بازی کنیه. بله داریم قدیمیه آها درسته؟ آره رافا آره آره. okay. میگن که okay. خب بریم سراغ فیورنتینا mm. و رفتن ایتالیانو و ورود رافائل پالادینو ظاهرا گزینه دوم آکویلانی بوده اینو توی آره؟ بحث های دیشب اونم با نمیرسم نمیرستم که ما فوتبالش رو به وضوح یادمونه دیگه بیشتر در روم کمتر در لیورپول طبیعتا اصلا در لیورپول آره به حال بود دیگه حالا اس 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 من اونجا حضور داشت چه فایده به آره با مزه بوده چون مثلا اگه درست اشتباه نکنم پریماوراشون یعنی تیم جوانانشون هم هدایت کرده بود آلبرتو آکویلانی ولی خب به حال همونجوری گفتی گزینه دوم بوده بله دیگه زاپاس بوده برا برای. برای نیازی نبوده که اصلا برن سراغش به نظر برای من همون قدی که الان که داشتیم صحبت می‌کردیم و سوالی که مطرح کردی و هرچی بهش بیشتر فکر می‌کنم کمترین میلو دارم برای تماشای لاتزیو مارکو بارونی با تمام احترامی که براشون قائلم بیشترین برای فیورنتینا یعنی مطمئنم هفته اول سری جزء برنامه‌های برنامه‌ای که دست نمی‌خوره اینه که بازی فیورنتینا رو 90 دقیقه کاملشون ببینم م. به خاطر اینکه سیستم کامل تغییر میکنه و اومدن رافائل پالادینو که خب ما توی مونزا شناختیمش مونزایی که خیلی الان دارن کومو رو با مونزا مقایسه میکنن کومو خیلی تب کامرشال تره مونزا هم خیلی بوده تبلیغاتیش بیشتر بود به خاطر اینکه تیم آدریانو گالیانیه آره ولی تو زمینم خب نمایشاشون خیلی خب میگم کمر ندیدیم, ندیدیم. نمیدونم رو هنوز بازی ها رو ندیدیم ولی مسئله اینجاست که میگم به این عنوان که تیمی از سری B به سری A منتقل شده که جایگاه واقعیش دهم همه سری A در همون فصل نه اینکه میدونی چی دارم یعنی مالیشون منابعی که در اختیار دارن چهره هایی که پشتشونن خب گفتیم میگه حالا آجرن گالیانی یعنی خودش خطرن آدم متمولی ولی نسبت به اون برادرانی که رو خریدن خب هیچه م... کما روی کاغذ یعنی بلقوه با اختلاف ثروتمندترین تیم سری اینو قبلا رو جوش آره آره اینو قبلا آره, آره آره, 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 آره میگی آره آره من این این حتما اینکه آره 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 آره. حالا چقدر خرج بکنن اینا دیگه فعلا خوب خرج نکردن زیاد هم خرج نکردن مم. حالا ببینیم که روی در ادامه چه خواهد بود و اینکه چه فیورنتینا, فیورنتینا؟, فیورنتینا آره رافائل پالادینو واقعا جز اون چهره های خیلی درخشان بود به نظر من یعنی همون اولین بازیش یه روایتی هست شبیه یه ذره فولکلور و قصه و افسانه میشه ولی من میخوام باورش بکنم چون به شخصیت پالادینو میخوره که بعد از اینکه که بود مربیشون جیوبن استروپا رو همون اوایل فصلی که به سری آ آره دیگه همون موقع میشه سود کردن اخراج کرد آدریانو گالیانی اولین بازی دوران پسا استرو پاشون مقابل یووه بود مم. و گویا میگم یک روایتی هست که گالیانی میاد به پالادینو میگه که ببین گزینه من توی خب ولی بذار این بازی یووه بگذره نمیخوام سخت ترین بازی فصل اولین تجربه روی نیمکت باشه و بعدش یواش یواش به نیمکت عادت بکنه به دمای نیمکت عادت بکنه و پالادینو میگه نه اتفاقا عالیه من او. میخوام من عاشق همچین چالنج، چالشی هم و نتیجه چی میشه شکست میدن میدونی یعنی یه همچین شخصیتی داره فوق العاده اعتماد به نفس بالایی داره به لحاظ تاکتیکی مشخصه که یعنی میگم اونم بالقوه میتونه مربی درجه یکی باشه و مسیر خوبی رو داره طی میکنه یعنی از مونزا به فیورنتینا خیلی مسیر درست و منطقیه مسئله و کل تیم ببین دوچار پوست اندازی داره میشه ها قبل اینکه بگی ورودی هاشون هم من بگم که آندرو کولپانیر هم با خودش آورد از اونزا و امیری ریچاردسون هم که حالا که از این خیلی جالبه آل... بای... از های درخشان این نسل مراکش میتونه باشه توی اولمپیک هم بودش دیده. باله باله. و این به معنای اینه به اومدن امیری ریچاردسون خوب شد گفتی چون یادم رفته بود اینه که اون داستان ارتباط المپیک که تنرتسمن دیگه احتمال زیاد معامله شکل نمیگیره چون یه جورایی قراره که یعنی قرار بود توی این بورس بازی کن بگیرن و حالا مثل اینکه اون داستان میگم تنرتس منم جور بود که ونیزیا با باشگاه فیورنتینا با ویولا به توافق رسیدن باز هم داستان همین ایجنت ها و مدیر برنامه ها که دندون گردی میکنن و طمع زیادشون بابت دریافت کمیسیون باعث میشه که اصلا معامله بر هم بخوره این خرید جالبه برایشون آلبرت گودمونسون هم که من میتونم بهت بگم که تمومه خب یعنی همه توافقات انجام شده آره 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 آه. آره آلبرت گودمونسون هم تمومه مگر اینکه به سبک کانر گلهر و اینا چیزی پیش بیاد واقعا اصلا اسم کارگری میاد ناراحت میشن باقش. حالا به هر حال اینم یه نمونه باقا. ای شده این اتفاقایی که برای فوتبالیست میتونه آره حالا دیگه. دیگه حالا امیدواریم که ختم به خیر بشه حال باقا. برگرده به اتلتی آره. ولی خب گزینهای دیگه ها برش کن دیگه وارد بحث کارگری نشه ولی به هر حال ب... منظوری که آلبرت گودمنسون هم میاد مویزکین هم که خب گرفتن از یوونتوس یکی دیگه از اون بازیکنان نیکس که همه رفتن از اون باشگاه که الان مثلا میگم هواداری یوور من میبینم که میگم اوکی ماتیاس سوله چش بود چرا بی سوله رو فروختین که هنوز جانشین هم برش آره رو میتونیم در مورد صحبت بکنیم که حالا خیلی شاید مد نظر نبوده و حالا با توجه که چند فصل همین برونبر اورتون بازی کرد پی اس جی بازی کرد بهترین دورش پی اس جی فکر کنم بلاسه گفت ولی نکته این، اینجا الان به خط حمله من اون 3 4 2 1 که رافائل پالادینو میخواد بازی بکنه اگه آندرا کولپانی و آلبرت گودمونسون رو بذاری پشت شما یه شماره 9 شماره 9 درست و حسابی قطعا به اندازه کافی به شما گل میبخشه خب کولپانی خیلی بازیکن خاص و ویژه‌ایه یعنی حالا تو فیورنتینا بیشتر میتونیم بازیش تماشا کنیم آلبرت گودمونسون هم واقعا چهره درخشانه ماتورتگی به نظر ب... باید زیر سایه گودمونسون می بود اگر هم نبود ام. یا اگر هم بود اگر ها من فقط این روز رو اگر ها دارم متبارش متبارش صحبت میکنم ذکر اولش بله بله گفتم <applause> اگر نگفتم بگم دوباره منتها مسئله اینجاست که یه ذره نگران کننده میشه که تنها عملا تنها مهاجمشون مویزی باشه ولی میگم بازم دارم بتونیم این گویا رافل پالادینو کاملا باور داره به مویزیکن <applause> و اگر این, این واقعی باشه خب و بتونه که مویزیکن رو برگردونه به اون مسیر چی بگم شیش سال پیش خودش <applause> یه معامله برد برد برای هر دوشون مونتو مسئله اینجاست که ببین فیورنتینا از وقتی که دوشان ولاویچ از دست داد نتونستن یه مهاجم درستی پیدا بکنن دیگه امبالو انزولا گرفته تا لوکا یوویچ تا آرتور کابرال تا جاناتان ایکونه تا هر کسی دیگه که بخواد بگی در نیومده شاید شاید مویزیکن براشون در بیاد و توی خط دفاعی میگم قبلا یه اشاره‌ای بهش کردیم ولی با هم که کاری که دارن میکنن اینه که جزء چهرهایی که من خودم خیلی دارم لحظه شماری میکنم برای اینکه این فصل بازی تو سری ها ببینم مایکل کایوده و فابیون پاریزی فول بک های فیورنتینا ام. هستن که دو تا جوون ایتالیایی که واقعا آینده دارن مایکل کایده پیشنهاد 25 پاریزی میگه فیکس بازی میکنه پاریزو میگم برای مایکل کایوده خب پیشنهاد 25 میلیونی داشتن نیوکاسل, نیوکاسل بله. یعنی من تنها کسی نیستم که دارم آینده کایده تعریف و تمجید میکنم و فکر نمیکنم یعنی با بازگشت دو دو کجا رفت فصل پیش یه فکر کنم یه جوری یادم نمیاد اوکی حالا به هر حال ب... گویا قراره که دو دو گزینه اول وینگ بک راست باشه ولی مطمئنم به کایاده بازی خواهد رسید اگه بتونه خودش رو ثابت بکنه به پالادینو من مطمئنم میتونه سنش هم خیلی کمه کایاده 19 20 چه هر چیز او ور فابیان فابیانو پاریزی داستانای پیش اومده که من یه چیزایی میخوندم که پالادینو ناراضی ازش منطقه مسئله اینجاست که آیا این مدل چون این پالدینو داره این شخصیت گای خروس جنگی تو رو دزر بیواری آیا این یک جور استفاده از تاکتیک عشق سختگیرانه است برای اینکه پاریزی رو یک نهیبی بهش بزنه حالت بیدار باشی براش داشته باشه که یادش بندازه تو چه قدرت بلقوه چه استعداد بلقوه داری که اگر بلفل بشه میدونی فردی کادیوغلو میشی یا اینکه نه واقعا راضی نیست چون من در فابیان پاریزی میبینم اینو که شاید از منظر بعضی مربی ها انضباط تاکتیکی لازم نداشته باشه چون بازیکن ویژه‌ایه Uh, ولی در نهایت امی... فکر میکنم من فکر میکنم که این مش... نمیدونم امیدوارم خب چون انقدر امیدوارم دیگه نمیتونم بگم فکر میکنم چون کاملا احساساتم بر عقلم غلبه میکنه آه. ولی اگر همه چیز خوب پیش بره اون سوالی که داشتیم که کریستیانو بیراگی پس کجای این معامله معادله قرار میگیره میاد به عنوان ال سی بی سنتر بک بازی میکنه که همون جایگاه کاپیتانیشو داشته باشه هم ضربات ایستگاهیشو بزنه هم کرنراشو بزنه هم طبیعتا سنش بالاتر رفته شاید اون پست تحرک کمتری لازم داشته باشه و فابیانو پاریزی بتونه واقعا رشد بکنه مم. تحت آموزهای های رافائل پالدینو و فیورنتینو تبدیل بشه فیورنتینو بالاخره امسال بتونه دیگه کنفرانس رو فتح بکنه دیگه که نتونه سوپر قدم اول باز در مورد اینتر هم که حسابی صحبت کردیم قبلا از میلان هم آخرین آپدیتی که وجود داره اینه که دیگه یوسف فافانا فکر میکنم که قطعیه همین والا فوفانا هم, هم یونایتد نمیدونم لیورپول حتی دیگه م. بعد از اینکه داستان چون زوبی بندی رو نگفتیم فکر کنم دیگه زوبی بندی گفتش که من نمیام راحت هم اینجا یعنی yani جزء اون نه جدی ببین خیلی قشنگه یعنی yani این بازیکن‌های باسخند من لبخند شیطانی منو نمیدونم آره تو همون شاید هم <تصفح> خیلی دوست دو... هم از خب خیلی خوشم میاد حتی اصلا دوست دو بره لیورپول نه مسئله اینجاست الان یوسف فوفانا اون شماره 6 که خیلی باشگاه دارن تو سر کله هم دیگه میزنن برای میلان گزینه اول بود امه. همیشه همیشه برای میلا ولی برای یونایتد و حالا با چند تا باشگاهی که دنبالش هستن نه طبعا. گزینه جایگزین بود و حالا که گویا نتونسن مانوئل اوگارتا رو به خدمت بگیرن و دیگه دست از دست از در واقع دنبال کردن شستن حالا رفتن سراغ فوفانا که ببین تو الان داری میگی من ميدل. اگه منبع رفیقت اوکی هر چی ولی کن که اینکه چرا منو با یارو به باب رفاقت من رو با اون هیولا آره. ولی باز ولی مسئله اینجاست که برای هوادارهای میلان من نگرانم که اگر یونایتد واقعا جدا بخواد بیا سراغ فوفانا و, مم. و دیگه این بازیش نباشه جستش نباشه که اوگارتر رو نمیخوایم خیلی راحت میتونن هایجکش بکنن فوفانا به میلان نزدیک فکر کنم دیوید اورنستین گفته بود نمیدونم علی یادم نمیاد کجا خوندم راست فکر نمی خیلی بحث کروگ هم خیلی نزدیک بود تو به یوب نزدیک بود. بحث اوگارتر که میگی که دیل آف شد و اینا ظاهرا مذاکرات مذاکرات جدیدی رو شروع کردن پاریس سن و یونایتد که خود اوگارت اصرار به این انتقال داره و از اون هم یونایتد حاضره که جای دونسانچو سانچو رو به پاریس سن اون بحثش داره داره. هست ولی من فکر میکنم یه, یه استراتژی خیلی ساده تر یعنی لزومی نداره شما دنشورت و جیسون ویکاکس رو بیاری که بدونن چطور رفتار بکنن با پی اس جی همین چیزی که داری میگی اوگارت توافق شخصیش رو با یونایتد انجام داده خیلی وقت مند بله. به یونایتد بپیونده پی اس جی نیاز داره اوگارتا رو بفروشه, بفروشه. چون چون شو خریدن قرار اونجا بازی بکنه لوئیس انریکه علاقه ای به اوگارتا نداره مم. و همه اینا یه معنا داره یونایتد اگر واقعا خب درسته یک دوزی از قمار رو داره یعنی یک درصد شکستی درش نهفته است ولی اگر واقعا میخوان به پای اوگا انقدر بهش باور دارن و میخوان به پای اوگارتا بمونن تنها کاری که باید بکنن فقط پاشون رو بندازن روی پاشو و منتظرشن که روز آخر پنجره نقل و انتقالات تابستان 2024 از راه برسه منطقی قطعا فولد میکنه دستشو منطقی پیش. منطقی دیلم با زوق و شوق نگو من بی. یکی از تلخ ترین اتفاقای واقعا شما فن مورینیو شما از نه از این پیوستن معذرت میخوام که استفاده دادی از فرانک لاب جوز مورینیو من استفاده ندادم من جوز مورینیوی نسخه یونایتد رو به واسطه توافق دو جانبه بود نه استفاده ببین شما ها قرامتش نه بذار بذار قشنگ بگم شما یه عشقی در وجودتون نسبت به جوز مورینیو دارین که من اینو ندارم عجب بچه ولی برای اولین بار من اینو شنیدم باور کن من عشق رو ندارم ببین خوشم میاد از یوز مورینی ولی کارمولی ببین باش. کاراکتر مورد علاقه من برای هزار بار یه آدمی مثل رویکینه میدونی خب خیلی فاصله داره با یه آدمی مثل اگر 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 دیگه... می میبردن اگر اون پنالتی اتفاق نمیفتاد دقیقه 100 صدو... نمیدونم هر چقدر بازم همین می حرف میزدید نه آره قانع شدی نه شما اگه از خوشت بیاد هم و حضور بازگشت جزء به خودش واقعا آره ولی خب این اتفاق نیفتاد متاسفانه و روی حرکت بگیم دیگه انفرادی جاناتان دیوید اون دو که نشون داد نزد فکر کنم همین مهاجرات و تو پنالتی گرفتن دیگه من بازی رو کامل ندیدم در داشتم بود چی شد بازی که خب فنر کاملا سوار بازی بود ای که وجود داره و مسئله اینه که آدم از فنر باخشه انتظار حضور در یو سی رو نداره ولی از جوزه داره چون حالا آخرین باری که فنر توی گروهی یو سی حضور داشت برمیگرده به سال مثلا 2008 فکر می‌کنم با آراگونس فقید بعد از اینکه یورو رو برد یاد بله بله اوکی. البته که خود آراگونس این تیم رو به یو سی نرسوند ولی اون فصل با حضور آراگونس توی گروهی بودن ولی از اون طرف ماجرا آدم انتظار داره از جوزه که توی یو باشه و ما اصلا که شیرین ترین چیزهایی که منتظرش بودیم توی این فصل بازگشت جوزه به یو بود بعد از اون فصل دوم توی یونایتد و واقعا تلخ بود همه چون فنر کاملا سوار بازی بود و مسئله اینه که حالا مثلا تو قوطی نکرده بود لیل رو طبیعتا انتظار نداریم که فنر باشه این خیلی مثلا تهاجمی جلوی لیل بره. بازی کنه ولی به شکل خیلی پراگماتیکی جوزه بخصوص بخصوص به خصوص که یه خبر تلخی هم ساعتهای قبل از بازی اومد که فردی کادیوغلو مستوم شد و کلا از لیست خارج شد آه. و این به اضافه غیبت فرد فرد هم خوب هفته قبلش مصوم شد تو بازی آره. رفت خیلی ضربه زد به فنر باشه و یعنی این تیم وسط زمین بازی سازه خیلی جدی نداشت و هر دو بازی حالا فردی کاردیوگلو که بازی ساز نیست ولی به, به هر حال الان خط میانی اضافه آره و سوپر رو از دست داد خود مورینیو گفت خود مورینیو خیلی آره, آره یکی از جدی ترین توجیهاش حالا توجیه هم که واقعا توضیح حالا من خیلی این, این یک بار رو من نمیخوام بگم جوزه داشت توجیه, می میکرد چون واقعا خوب بازی کردن و خیلی موقعیت های جدی خلق کردن در طول بازی و حتی ده نفره هم شد لیل دیگه خطایی که روی ارفان جان قهوه چی انجام دادن و همه چی داشت حداقل حد فنر شایسته ی ضربات پنالتی رو بود ولی یه هند حالا شانسی و پنالتی که اتفاق افتاد و فنر باشه نتونست به یو بره و مستقیم رفت لیگ اروپا حالا کنفرانس بعد از بازی جوزه هم خب جوزه قبل از بازی و هفته قبل موزهش نسبت به حضور در یو این بود که اوکی ما میتونیم توی لیگ اروپا قهرمان بشیم ام. این پتانسیل رو داریم ولی من ترجیح میدم توی یو سی باشم ام. بعد از بازی خب دوباره این رو تکرار کرد ولی این شکلی بود که خب امکان نداشت ما توی یو سی بتونیم قهرمان بشیم ولی میتونیم توی لیگ اروپا قهرمان بشیم اگر و حالا برگشت به اون داستانهای بازی رمسویا و اگرش به این معنی بود که احتمالا منظورش این بود که من توی اون فصل حضور در روم هم دیگه قهرمان ترین بودم به لحاظ پتانسیل به لحاظ آمادگی ولی خب اتفاقات آنتونی تیلور اون فوشایی که توی استاد نشون نبانده. داده که کینه همچنان در مورد اسپرز اون کینه هایی که به دل داره میگه در مورد روم میگه از ایناست که نمی بخش نفراموش میکنه ام. همین جوری هم دوزش بیشتر و بیشتر میشه خشم و نفرتش هرچی سنش بالاتر میشه کاملا چقدر عصبانی و کلافه است آخه تو این بازی عصبانی و کلافه هم باید میشد راستش یعنی حالا بایده بایده ببین از اخراج سامندی که مرتاد به اشاره کرد رفتن برای بردن بازی نمیدونم قبول داره اینو رفتن آره که بازی رو ببرن آره واقع. آره, واقع. آره. حتی با... یک فعل و انفعالی که توپی که برگشت یعنی حتی بعد از اینکه گل خوردن از روی نقطه پنالتی دقیقه 117 118 بله تو آره. به تیرم زدن دو مرتبه 5 دقیقه دیگه بازی ادامه پیدا می‌کرد احتمالش بودش که آره یعنی اون خشمی که تو چهرهش بود واقعا من همزاد پنداری می‌کنم باش با اینکه عاشقش نیست ولی حالا حالا ما میرسیم به هفته اول سوپر لیگ ترکیه ولی یه نکته خیلی اگه بخوایم مقایسه کنیم اکت کنار زمین در بازی لیل رو با بازی مقابل آدانا توی هفته اول سوپر لیگ میبینیم خشم اونجاش اونجایی که خیلی هم لازم به ابراز خشم نبود ولی خیلی تر بود حالا میرسیم بهش احتمالاً برای اینکه می‌خواسته نشون بده که چقدر لیگ براش اهمیت داره دیگه کاملا این حالا یکی اونه یکی این که می‌خواسته نشون بده که دیگه من جوز مورینیو هم به همه نشون بده توی ترکیه به خصوص حالا با به داستانایی که مصاحبه هایی که در مورد گالا کرد حالا به نظر نریم اونجا فعلا توی ام. همین لیگ آنان بمونیم ببین یه چیزی جالبه من میخوام فقط بهش اشاره کنم چون یه سابقه تاریخی داره و اصلا جزء فرهنگ عامه نه تنها فوتبال انگلیس بلکه دقیقاً فرهنگ عامه هنریش هم شده یعنی این که اولین باری که مورینیو این اگر اگر ها خب گفت ایف هی ایف, ایف ایف اگر ها و گفت من فقط میخوام بسنده کنم به اگر چون اگر بخوام توضیح بدم به دردسر میافتم و نمیخوام به دردسر بیفتم بعد از اینکه یکی ژورنالیست خیلی اصرار کرد گفت بریم بازی همون سویا رو تماشا کنیم معلوم چی داره این اولین باری نیستش که جوزه از این تاکتیک استفاده کرده و میگم دفعه اولش همون فکر کنم دوران اولش بود توی چلسی دقیقا یادم چه بازی بود ولی کن که خب یه بازی دیگه هم دارم اون بازی که با فصل اوکی دوران دوم مورینیو توی چلسی فصل اول دوران دوم فصل اول که تا هفته های آخر توی کورس قهرمانی بودن بازی معروفی که به ساندرلند مهم. باختن با پنالتی یه بورینی بود اگه صحنه اش یادم تو جل چشمه که شروع کرد به داور تبریک گفتن و من به داور تبریک میگم و فوق العاده بودن و فوق العاده بودن که بعد بابتشون انقدر کنایش واضح بود معروم شد یه صحنه دیگه یه یادم نیست کدوم بازی ایمال اون بود با هم قاطی میکردم که دقیقا جمله اینه میگه ترجیح میدم چی بعد از بازیه معلومه که داره از داور انتخاب بود میگه ترجیح میدم چیزی نگم چون اگر چیزی بگم به دردسر میفتم و ترجیح میدم به دردسر نیفتم و این جمله ببین در حدی محبوب شد توی فرهنگ عامه انگلیس که سر از ویدئوی استورمزی در آورد پارسال بود کی بود که دقیقا جمله رو میگه یعنی میگه که منم ترجیح میدم چیزی نگم مثل خوزه حالا اون خوزه میگه و خود جوز مورینیو توی ویدئو داره بازی میکنه کنار استورمزی اینجوری رو میزنم میخوام بگم که یعنی ببین نمیخوام بگم مورینیو شبیه هنرمندی شده که دیگه نمیتونه اثر جدیدی خلق بکنه دارم میگم عملا اینو و, و رو میاره به گریتست <متحد> هیتسش میدونی به قطعات گذشتش ولی اینو که گفت من قشنگ اینجوری شدم خب اوکی نمیدونم واقعا یه ذره نگران کننده است میخواستم فقط اشاره بکنم که چه اهمیتی داشتین اگر ها و نمیخوام بده حداقل اوکی بذار اینجوری بگم نمیگم که دقیقا قطعه قبلیو تکرار کرد توی آلبوم جدیدش با یک سازبندی دیگه ای دنی اکوستیکش بود نسخه آمپلاگیش بود اه، درام ولی آه. ولی به نظر من جوزه با خیال راحت تری شکست خورد حالا درسته خب قطعا خیلی ناراحت شده خیلی دلش خواسته دوباره برگرده به یو ولی به نظر من اگر جوزه میتونست فنر روغچرا رو برسونه به گروهی شاخ کار کرده بود و اون انتظاری که حالا هم طرفدارای فنر دارن و هم خود علی کوچ به عنوان مدیریت اینه که فنر رو قهرمان سوپرلیگ بکنه و چیزی که خودش هم بارها توی کنفرانسها اشاره کرده باز هم اگه برگردیم به فنر باچه ده ساله که قهرمان سوپرلیگ نشده و خیلی بار سنگینی روی دوش طرفداران مدیریت و حالا نکته عجیب اینه که سال 2014 آخرین باری که فنر قهرمان سوپرلیگ میشه اون زمان فنرباشه 19 قهرمانی گالا 19 قهرمانی و الان تو سال 2024 بعد از 10 سال فنر همچنان 19 و گالا 24 قهرمانی. یعنی 5 سال تو این 10 سال رو گالا برده و خب اون 4 ستاره ای هم که گالا داره به خاطر هر 5 قهرمانی یک ستاره است گالا 4 ستاره فنر 3 ستاره اگر این فصل فنر قهرمان بشه میشن 4 4 اگر گالا قهرمان بشه میشن 5 3 و این میگم به همین دلیل بود که به نظرم جوزه با خیال راحت تری شکست خورد ببین یه چیزی ازت بپرسم واکنش حالا هوادارا چه شکلی بود چون این چیزی که مورینیو میگه یه منطقی داره توش الان چیزی که میگم بعد از اینکه گریتست هیتسش رو نواخت یه خیلی روی کرده نمیگم پاپیولیستی به اون معناش ولی خب خیلی هم مسیر شد با جریان کلی که گفت من واقعا فرمت این تورنامنت رو نمیدونم نه چمپیونز لیگو میدونم نه یوروپا لیگو رو میدونن فرمت جدید پنیر سوئیسیه و ما قراره که نمیدونم با یه تیمایی فقط تو خونه اونا بازی میکنیم با یه تیمایی فقط تو خونه ما بازی میکنیم و من گیجم واقعا و تهش اینو اضافه کرد که خب البته فقط بحث مالیه دیگه پوله که تصمیم میگیره خب یعنی این جمله هم اضافه کرد به اون توجیهات و حالا قرقرهاش ولی مسئله اینجاست که داشتم آخه من داشتم فرمت قبلی چمپیونز لیگ فکر میکردم می گفتم خب اوکی قبول قبول که شما شانس قطعا شان بگیم قطعیتی که وجود نداره ولی یوروپا خیلی محتمل تر که بخوایم پیروز بشیم ولی خب چه اشکاری داشت وارد چمپیونز لیگ میشدین توی دور گروهی مثلا سوم میشدین مستقیم میرفتین توی دور هستی که اون اصلا فرمت تغییر کرده ولی... مشخصه که چقدر دلش میخواست بره لیگ قهرمانان اینا که همش حرف بعد از باخت بود و... نیست ولی ولی من میخوام بگم که چطور تونسته مجاب کنه فن بیسش و رو که ببینین این یک ادو شود سبب خیره میدونین چی میگم درسته که ما به چمپیونز لیگ نرسیدیم ولی وارد یک تورنمنتی میشیم که شانس قهرمانی درش داریم اگر 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 اینو اگر. با اینو باور کردن یعنی اینو قبول کردن از مورینیو یا همچنان دارن در ازای حس و نرسیدن به دور گروهی هن. من فکر میکنم به جزء اعتماد دارن چون خب خیلی واضح اول مسیره ام. و گفتم بیشتر از اینکه حالا هر چیز دیگری جز سوپرلیگ رو بخوان سوپرلیگ رو میخوان ام. از جزء و حالا ریاکشن هایی که بیشتر من دیدم این بود که لیگ اروپا لیگ اروپا میریم ببینیم چی میشه خب قهرمانی تو لیگ اروپا حالا حت، حتی در حد رویاش هم خیلی اتفاق بزرگی دیگه آجواند. همون سال 2000 که 99 که گالا تونست قهرمان لیگ اروپا بشه با از آرسنال دیدیم که اتفاق تاریخی بود اصلا م. تقریبا اون مستندی هم که واسه فاتح تریم ساخته شده یکی از دلایلش همون افتخار بزرگی بود که با گالا به دست آورد و فکر میکنم این رویا چیز کمی نیست حالا حتی اگر یه چه میدونم یه روی کرد واسه یه توجیه شکست از سمت جوزه باشه <applause> برای من حالا یه چیزی هم جالبه برام اینو مد نظر داشته باش در ادامه فصل اگر برسیم به دور حذفی یوروپا لیگ و مثلا فنرباخچه نیمه نهایی بیاد خب و توی لیگ هم شونه به شونه و نفس به نفس مثلا در مقابل میجنگن. می جنگن اگه مثلا به فاصله سه روز توی لیگ و اروپا بازی داشته باشن مورینیو چه ترکیبی رو به زمین نمیفرسته به اینجوری بگم چون کاملا اینو توی همون فصل بگم همه دارم به اون فکر میکنم تو اون فصل بازی با تو اون فصلی که فصل اول دوران دومش دقیقا نیمه نهایی چمپیونزیک با اتلتی بازی داشتن ام. که خود اون داستان کورتوا و اینو پیش اومد و توی لیگ با لیورپول دیگه که بازی با لیورپول یه سری بازیکن‌ها رو اصلا نبرد با خودش و استیون جرارد لغزید و حالا همه این داستان ها و اینا و خودش اعلام کرد که من با باشگاه مشورت میکنم مورینیو میگه من با باشگاه مشورت میکنم که کدوم جام الان اون اهمیت بیشتری داره و این حالا جالب خواهد شد مثلا خیلی موقعیت داره. سختی خواهد بود خو دو واسه جوزه همین. چون, چون طرفدارا فکر میکنم سوپرلیگ بخوان احتمالا و خودش عاشق جام اروپاییه و این اصلا چیزیه که همیشه بهش افتخار کرده و میکنه ده، ده. با روم با خاص خود یونایتد آره اینجوریه که فکر کنم برای تفاهمی برسن این... خیلی موقعیت سختی خواهد بود امه. من حدس نمیزنم فنر باشه بتونه توی لیگ اروپا خیلی به مرحله بالاتر برسه توی لیگ چی من به لیگش خیلی امیدوارم خب اون روی ب... کری هم که کلا طرفدارشون دارن که همه بر ضد مان و اینا آره دیگه آخ... خود جوزه خیلی با بود توی کنفرانس قبل از بازی با لیل هم مم. اشاره کرد که دقیقا جملهش این بود اوکان بروک چهار سرمربی گالا مم. چهار متر میاد تو زمین میاد داخل زمین و هیچ چی نمیشه من حالا مثلا نزدیک به خط زمین میشم همه چیز میاد سرم و این این نکته رو گفت،, گفت که من خیلی چیزها شنیده بودم در مورد همین بحث که فنرباخچه همیشه یک نگاه دیگری انگار از سمت فوتبال ترکیه بهش میشه الان مطمئن شدم ای و چقدر و... این واقعیه مرتاد میخوام یه اشاره بکنم به یه اتفاقی که توی دوران کرونا میفته ام. و اون زمانی که صدای تماشاگرها رو پخش میکردن توی استادیوم ها بازی مستقیم حالا بین اسپورت پخش میکرده و اون صداهایی که پخش میشده شعارهای ضد فنرباخچه ضد و اینا از اون تشکیلات درخواست میکنن که عذرخواهی کنید به این کاری یعنی که یعنی کرمی. بازی فنرباخچه پخش میشد و صدایی که صدای, آره. آره صدای مثلا حالا توهین آمیز بوده ظاهرا صداهایی که پخش میشده و در ادامه میگن که عذرخواهی کنید و خب اون تشکیلات اسخاهی میکنن از, از باشگاه فنرباشه و اینا میگردن پیدا میکنن ساعت انتشار اون بیانیه 19 و 5 دقیقه بوده سال تاسیس سال گالاتاسرای ببین یه ذره توهم چیزم اوه میبینی منظورم همینه اوه اوه که چقدر میتونه واقعی باشه برای باشگاهی که خودش مثلا متهم به حالا مچ فیکسینگ یا گاو بندی در سال 2011 بوده تون رقابت که با ترابزون اسپور اسمشو بعد میگم من تراب. تراب جو در نظر بگیر <ترابزون> 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 من فکر می کنم حالا در این که چقدر واقعیه واقعا نمیدونم مطمئن نیستم چون این این بحث معمولا توی سراسر سر جهان در لیک های مختلف هست همیشه راجع یه سری تیم ها هست ولی احساس میکنم وقتی شما به ریشه ها نگاه کنید احتمالا یه, یه سری چیزایی میبینید اصلا همین که فنرباش اون بخش آسیایی استانبوله و اون بقیه قدرت ها به گالا تو بخش اروپایی هستن این نگاه احتمالا یه ریشه تاریخی داره ولی واقعا من نمیدونم حداقل دانشم در این حد نیست که ادعا بکنم که آیا واقعا این تبعیض وجود داره یا نداره ولی حداقل الان الان اینه که فنرباشه با بزرگترین سلاح اومده جوز مورینیو که از همین هفته اول شروع کرده حالا هفته اول سوپرلیگ هم شروع شد اینم بگیم هر سه تیم بزرگ استانبول رقیباشون رو شکست دادن ولی به روش های مختلف مم. و خب روی کردیم هم که هر سه تیم یعنی گالاتا سرای به و فنر باشه نسبت به این فصل دارن متفاوته همشون جام میخوان تو این شکی شک نیست ولی با پیش زمینه مختلفی اومدن و احتمالا به دلایل مختلفی جام میخوان خب فنر باشه گفتیم ده سال قهرمان نشده بالاخره میخواد این قهرمانی رو به دست بیاره میخواد اون میخواد علیه همه به جنگ تا بتونه این قهرمانی رو به دست بیاره بشیکتاش گفتیم سری پیش این همه هزینه کرده ده میلیون یورو داره سالیانه میپردازه به ایموبیله و رافا سیلوا اون هم قهرمانی میخواد وقتی این همه هزینه میکنی وقتی که از گالا هم بیشتر هزینه میکنی و قطعا چیزی جز قهرمانی ببین خب به شکلاش ما گفتیم سالهای اخیر هیچ وقت نتونسته جز مدعیان قهرمانی باشه و اون بزرگترین چیزی که میخواد اینه که بالاخره بتونه اون زل سوم مثلث قدرت بشه در کنار فنر باشه و گالاتا سرای از اون طرف هم خب گالا درست فصل پیش به همه چی رسیدن اون قهرمانی تاریخی با 102 امتیاز رو توی ترکیه آره. به دست آوردن توی یو سی ال اون نمایش های درخشان رو داشتن یونایتد رو لطوباره کردن در محترمانه ترین حالت ممکن و بایرن رو هم خیلی بازی جالبی بود آره. اه ولی اه میگم خب به هر گالا هم دنبال اینه که خودش تثبیت کنه اون جالب چیزی که میگی در فصلی که همینجوری که خود توضیح دادی حالا واقعا درخشان بودن توی چمپیونز لیگ و دلبری کردن از هواداره حالا شاید یه ذره هیپ سری تر فوتبال و توی لیگ هم تاریخ سازی کردن خب چی میمونه فتکف یعنی شما وقتی به قله رسیدین چطوری باید دوباره خودتونو آماده یک چالش جدید بکنین چطوری باید یه آتش جدیدی رو در وجودتون میدونی ایجاد کنین به کجا چیزی که خب, خب راجب پپ هم وجود داشته همیشه دیگه هر سال که قهرمان آره. میشه من احساس کنم یه طبیعت ماجراست یعنی فصل تموم میشه آدم دوباره واسه فصل بعد یعنی طبیعت زندگی اصلا انگار حتما و... نه من یعنی هدف گذاریه مثلا چه میدونم برن دوگانه داخلی رو بگیری یا مثلا الان گالاتاسرای کجای های اروپایی من یک مرحله پلی آف داره یعنی از دور چهارم که همون دور آخر پلی آفه وارد میشه با یانگ بویز بازی دارن آها. و خب احتمالا فصل بعد توی یو خواهیم دیدشون آره. همون یعنی میدونی برای من این چالش جدیده که چطوری اوکامبروک ساخته جالبه اینکه اوکی این فصل لیگو که بدین شکل کردیم حالا هدف گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت بعدی کاملا حالا من سری پیش صحبت کردیم از اینکه چقدر بشیکتاش خوب بود چقدر اوکامبروک و گالا پیش فصل بدی رو داشتن ولی هفته اول ترکیه که برگزار شد نشون داد که نه گالا همچنان گالاه و مم. یه بازی خیلی پرقدرت رو مقابل هاتای حالا درست دو یک شد و با گل دقایق آخره میچی با ولی عملکرد میچی با تنها حالا مطمئن نیستم که تنها بازیکن ولی از معدود بازی که هم توی گالا بازی کرده هم به داشت و هم فنر شما باشد. یه مدرسه فوتبال تو استانبول بزنی احتمالاً تیم بعدی میچی با چوهایی نه ولی چیزاش اینو ببین آماره ای اینه تنها بازیکن غیر ترکیه که بر هر سه بازی توی هر بازی کرده اول استانبول بازی کرده هم افتخاری کاملا و خب از فنر باخش هم اومد گالاتا سرای و این گل رو هم زد و خیلی هشت با هم که بود خب اولین بازی که واسه فنر هم بازی میکنه توی سوپر لیگ گل میزنه و باشگاه فنر مثلا زمان یه توییت واسش میزنه حالا هوادارهای گالا اومده بودن همون توییتو زده بودن گفتم مرسی از باشگاه که این توییت رو لج و لج بود عجیبیه و دقیقه بودن 19 و دقیقه آره طرف داره. <applause> گالا اون توییت بعد خب میگم ولی برعکس گالا که انقدر مقتدرانه حالا حداقل بازی کرد به شیکتاش دو هیچ برد ولی با ایکس نیم آها و زد سوپر گل رو رافا سیلوا زد <applause> چه چه گلی با پاس گل شاهکار سمی که یه جورای پدیده انگار این فصل بشیکتاش میتونه باشه <applause> و میگم ما یه چیزی صحبت کردیم سری پیش گفتیم که بشیکتاش چقدر توی بود انتقال خوبه <applause> و این بود انتقال بیشتر مقابل تیمای معنا پیدا میکنه که خب دست بالاتر رو نسبت به بشیکتاش داشته باشن و میگم این این میتونه چالش بزرگی در ادامه فصلی فصل تاش باشه که جلوی احتمالا همه تیم ها نمیدونه در بعد انتقال خوب باشه توی همین بازی هم هر موقعیتی که میساختن توی بعد انتقال بود ام. به خصوص اون سوپر گل رافا سیلوا و, و, خب اون یکی گل رو هم گابریل پاولیستا زد دیگه بله. اون هم خرید جدیدشون و خریدهایی که دارن همجوری دل روبایی میکنن واسه طرفداری بشیکتاش همشون دارن گل میزنن دیگه بازی اولی آره دیگه رافا سیلوا گابریل بله. و اون طرف فنر هم خب اسپور رو شکست داد و آلن مکسیمن پاس گل داد و آه. خیلی هم بازی خوبی کرد به جیکو درسته به جیکو جمازه. و خیلی خوب بازی کرد به نظر میاد که آلن مکسیمن یه خرید خیلی فوق العاده ای باشه واسه فنر به خصوص توی سوپرلیگ و با توجه به سطح تیمایی که توی سوپرلیگ وجود دارن به نظر میاد اون سمت چپ وینگر چپ رو بتونه قشنگ کاملا مدافعان راست تیم های حریف رو در بکنه به خصوص اینکه ببین این داستان ویلفر زاها به کجا کشیده چون که خودش تمایل داشت نه آخرین چیزی که نکتهش اینه خب نکتهش این بود که بعد از اون قصه ای که خود تعریف کرد بله بله اوکان بروک و او اوکان بروک و... و گم شده در ترجمه و اینا مشکل اصلا... زبانی مثل آره. که دیگه رابطه‌شون خیلی شکراب شده خ... ام... انگار رابطه خیلی بده اون پستایی که مثلا توی توییت زده بود ویلفر زاها نسبت به طرفدار گالا که بهش گفته بود که آقا تو اصلا به درد این تیم نمیخوری مثلا گفته بود که آقا ساکت شو در محتم... در محترمانه ترین حالت ممکن و ب... و توی از... خودش کنده دیگه پس با این کار توی ترکیبم نبود اصلا بالا باریش آلپر داشت اونجا بازی میکرد نه اصلا اومدن سم مکسیمن دیگه عملا شده اصلا حتی مازاد اعلام بکنه دیگه چون خیلی هم خوب نبوده تو این دورانی کوتاهی که برای گالا بازی کرد برای فنر بازی کرد برای چی دارم میگم قاطی کردم قاطی کردم اون که گالا سفره برای گالا خوب نبوده منظورم این نگاه مرداد داریم این قاطی میکنم نکتهش اینه که ن... ب... زاهاد گویا با اورتون هم صحبت کرده گویا با کیو گفتی تو لستر هم صحبت لستر. کرده ولی در نهایت ببین امت... که کلاپس کردی و هم خورد اصلا کلا آره ولی نکته آره. اینجاست که چون که یه قانونیه که گریبان بگو جردن هندرسون هم گرفت شما وقتی که از انگلیس خارج حالا دقیقش رو کلیه از انگلیس که خارج میشین اگر یک میزان مشخصی زودتر برگردین باید یک مالیات افزوده ای بپردازین بابت اون درآمدی که خارج از مرزهای بریتانیا داشتین و دلیلی که زها به بیانی بگم جرأت نمیکنه الان برگرده به خاطر همینه که یه سا... مثلا دو ساله سه ساله اگر برگرده باید یه مبلغ زیادی مالیات بنابراین بازگشتش فعلا منتفیه آره <تص> Okay. Okay. حالا راجبه به ماکسیمم صحبت کردیم mm. و خب سمت چپ فنر خیلی سمت چپ قدرتمندی با فردی کاردیوغلو و سم mm. و خب شایعه های نقل و انتقال کاردیوغلو به برایتون هم خیلی جدی بوده و خب یکم هم عجیبه دیگه ما معمولا برایتون یه باشگاهی که همیشه شناختیم به اینکه چقدر روی کردهای مدیریتیش درخشان بوده mm. ولی الان داریم میبینیم داره بازیکانیو رو میخره که توی تورنمنت درخشان بوده و خب ما همیشه گفتیم که چقدر این خرید بازیکن بعد از یه تورنمنت میتونه خرید اشتباهی باشه پارادایم پاورسکی تلفیقی با اصل انزو هم داره یعنی آره دی... دیاران دیاران یه بره. چیز جالب فقط چون مهرداد میگه آخری برنامه هم رسید ولی نکتهش اینجاست که ده 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 اگر این حقیقت داشته باشه چون مرتاد از منابع ترکیه ای این خبر رو در واقع این زمزمه ها به گوشش رسیده من منابع انگلیسی رو که چک کردم خیلی موثق نبودن یعنی اگر واقعا جدی بود مثلا چه میدونم ژورنالیست های مثلا اندی نیلو رو اینا که خب اصلا مستقیم با باشگاه برایتون ولی واقعا اگر همچین اتفاقی حداقل فعل و انفعالات اولیه شروع شده باشه و پل باربر رو مثلا تونی بلوم به خرید کادیرو فکر کرده باشن یک نتیجه ای داره و اون نتیجه اینه که پرویس استوپینیان به زودی با 150 میلیون رو رایه چلسی میشه چون خیلی این از خودت از دارن. آوردی بازی کنه هفته پنجم اسکواد چلسی میشه این خودت گفتی یعنی همچین چیزی که نیست نه منطقیه نه منطقه حقیقیه نه منطقه حقیقی که قطعا قد... منطقه حقیقی بالاتر از هر منطقه دیگه افلاتون رو آفلاتون جایی واقعا اینو خوندی نه 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 جدی. نه خب ببین همین جمله مهزاد میخوام ادامه بدم حرفشو برایتون باشگاهی نیستش که بی خود و بی جهت بازیکن از دست بده یا بازیکن بخره همیشه دو سه قدم جلوترن پس اگر فردی در برنامهشون با تعجب این که اونا والنتین بارکو هم دارن و والنتین بارکو خب نیم فصل دوم بازی که حالا اجباری بود چون استوپینیان شده بود بنابراین این استوپینیان کادیوغلو و بارکو بی معنی میشه مم. توی یه تیم سه تا فول بک چپ برای همین دارم میگم که آماده چون چون استوپینیان خود به خود من همیشه میگفتم اون فروش بزرگ بعدی برایتون بنابر خب مرتاد نکته ای نکته فقط بگم رقم پیشنهادی برایتون حالا مطرح شد همچنان همه در حد شایعه است حدود سی میلیون پونده اوکی. این رقم برای فنر هم میتونه رقم خوبی باشه بازم. و البته واسه برایتون که چه خرید شاهکاریه حالا ما هم صرفا یکم یک داریم دیده تورنمنتی به کادیولو داریم مهم. ولی به نظر میاد پتانسیل خیلی بالایی داره حالی. در مورد هدبند سنت مکسیمن نکته ای نداری؟ به سنت مکسیمن میاده. میاد میاد آره. اشکال نداره واقعا اون آره نه گنگشو داره آره اصطلاحات جوونا رو من <تصفيق> <تصفيق> من ولی من بب... بب... مثل کتوش الواره هدبند یکی میشینه به به اوکی. به پیشونی یه نفر میشینه به پیشونی منفیستفای زار میزنه مم. پیشونی منو کجا میشونی به عبارتی جان هیچی یه ارتباط داره با اون قطعه که داشتی گوش میدادی نه اون یه قطعه ای هستش از اون خواننده که به شانه هایت مرتبط میشه ولی خاله به اون ارتباطی نداره فوتبال شروع شد از امروز و با بازی ژیرونا و رئال بتیس و فردا هم بازی پرمیر لیگ شروع میشه. بگیم ببخشید. <تصالح> به من نمیخواستم اشاره بکنم نه امروز لیگ ایران هم شروع میشه اه. با بازی پرسپولیس و هند خب خوب خب فرد فر... تو که الان دیگه خیلی خوشحالی دیگه امروز پرسپولیس شروع میشه من من میخوام بگم دیشب بازی آتالانتا و رال مادرید بعد از مدت ها اولین فوتبالی بودش که من با شوق اون کودک درونم میشتم نگاه یعنی از امروز فوتبال شروع شد دوستان از امروز کودک درون بیرون میاد دیگه میشینه با تماشا میکنه تو چی بکشی از اون مرسی سلام جان چی صداتو ندارم من صدای بچه ها رو میشتم صدای شما رو نمیشتم خب من اینجوری متوجه نمیشم چی؟ اومد تو ایمیل ایمیل ایمیل, ایمیل. ایمیل برنامه هست fc 360 podcast at sign gmail.com راه ارتباطی ما با شما مرسی سنم جان مرسی فرشاد مرسی مرداد مرسی آرش و مرسی از شما که شنونده ای پادکست FC 360 بود تا سشن